سلام او وخت مو بخیر د غازی روز خبرونه ته خره غلاست لکه څنګه چې د تیر په څیر د خبرونه درې ساعته دوام لري د ورځې د مهمو مسایلو باندې بحثونه لرو او همدارنګه د دې ترڅنګ پر ورځپاڼه باندې هم تم کیږي په پیل کې رزو د آریانا نیوز ویب سایت ته چې آریانا نیوز ویلي امنیت شورا ویلي لټکنو پرته راتلونکی نظام د منلو وړ نه دی. ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوي افغان چارواکو ته ویلي وو چې له ټاکنو پرته راتلونکی نظام ورته د منلو وړ نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي چې کابل ته راغلی پلاوي ملتیا کوله، د پلاوي له قوله وایي چې راتلونکي ټاکنې باید په خپل وخت او رڼې ترسره شي. دغه پلاوي ویلي چې ملګرو ملتونو د هغه وخت حکومت مشروع دی چې د ټاکنو په پایله کې رامنځته شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی محمود سیقل همدارنګه ټینګار کوي چې د راتلونکي کال ټاکنې باید رڼې وي. افغان او نړیوال باید په ګډه کار وکړي چې د خلکو اندېښنې لرې او د رایې لپاره صندوقونو ته ولاړ شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان عبدالبدی سیاد وایي هڅې کوي چې د راتلونکو ټاکنو روڼتیا د ډاډ وړ شي. پر ټاکنو څارونکي بنسټونه بیا په دې باور دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون توان نه لري چې ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. د افغانستان د نوې ملي جبهې مرستیال صدیق پتمن وایي حکومت د ټاکنو د ترسره کولو نیت نه لري او د دې لامل د حکومت او ورسره د تړلو ارګانونو مدیریتي نیمګړتیا ده چې هر څه یې تر پوښتنې لاندې راوستي او له همدې کبله د ټاکنو ترسره کول تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان د ټاکنو د څار بنسټ رئیس جانداد سپینغر ویلي چې کمیسیون د خپل پروګرام ډېرې برخې اعلام کړي، خو موږ په دې اړه د پرمختګونو شاهد نه یو چې آن لیګ یې ځانګړی شوی نه دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوي د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره ژمنه کړې چې مالي او تخنیکي ملاتړ ته یې تیاری لري. همدارنګه آریانا نیوز په خپل بل مخ کې خپلواک ویلي چې پاکستان په ښکاره د سولې د خبرو مخنیوی کوي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې لاسوهنه کوي او نه پرېږدي چې د سولې خبرې پیل او پلی شي. د سولې عالي شورا د سې شنبې پر ورځ د مرغومي په شپږویشتمه له مدني فعالانو، ځوانانو او د سولې د ښځو سره د سولې په اړه مشورتي غونډې رابللې وه. د سولې عالي شورا مسؤلین وایي چې دوی له وسله والو مخالفینو سره د سولې رسمي خبرې نه دي کړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي چې د پاکستان لاسوهنه د ترګرو ډلو او د نشه یي توکو د کاروباریانو فعالیت د سولې لپاره سترې ستونزې جوړې کړې او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې د پام وړ همکاري وکړي. نوموړي له وسله والو مخالفینو سره د سولې رسمي خبرې ردوي او زیاتوي چې وسله والو مخالفینو د سولې په برخه کې د حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، خو په وینا یې نارسمي خبرې روانې دي. د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي له ځوانانو او ښځو غواړي چې د جګړې په پای ته رسولو او د سولې له ټینګښت کې خپل رول ولوبوي. ځوانان له حکومته وغوښتل چې د سولې په بهیر کې د دوی ونډه یقیني کړي او په پرېکړو کې شامل کړي. د سولې عالي شورا له وسله والو مخالفینو غوښتل چې خپلې روانه غوښتنې په سوله ییزه توګه مطرح او د سولې په اړه د حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. دغه شورا له نړیوالې ټولنې غوښتل چې د نړیوالې اجماع په ترڅ کې پر پاکستان فشار واچوي او د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې مخه ونیسي. همدارنګه آریانا نیوز په خپل بل مخ کې لیکلي چې د کورنۍ چارو وزیر اعتراف کوي چې ځینې پولیس په جرمي پیښو کې لاس لري. د افغانستان په پلازمېنه او لویو ښارونو کې په پرله پسې توګه خونړي بریدونه او چاودنې کېږي. ګمانونه داسې دي چې دغه بریدونه په کور دننه له لارښوونې پرته ناشونې دي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په لومړي ځل اعتراف کوي او وایي چې منم چې د ځینو جرمي پیښو کې پولیس لاس لري، خو له هغو سره کار نه دی شوی. استخباراتو ته سپارښتنه شوې چې له دغو پولیسو سره کار وکړي، د فساد او ترګرو نفوذي کسانو په پیژندنه کې برخه واخلي. ښاغلی برمک د ګډوډۍ پر مخنیوي پر برمک د ګډوډۍ پر مخنیوي کوونکو پولیسو وروستۍ ځانمرګ برید ته نغوتې کوي او ټینګار یاده دی چې په وینا یې ترګر په کابل کې د سازمان شویو جرمونو له ډلو سره نږدې اړیکې لري او یو بل ته اطلاعات ورکوي. د کورنۍ چارو وزیر دا هم په ډاګه کړی چې بریدګر په داسې جامو او بڼه کې د برید سیمې ته ننوځي چې هیڅوک د بریدګر ګمان نه پرې کوي. د نوموړي په وینا که څه هم په پلازمېنه کابل کې د جنایي جرمونو پیښې لږ شوي، خو زیاتوي چې اوس هم په پولیسو کې فساد ډېر دی چې له همدې کبله زیاتره وخت د ترګریزو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي.
اوس هم رازو بی بی سی ته بی بی سی په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې پاکستان افغان کډوال ته د یو کال وخت ورکول غوښتنه رد کړې ده. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې افغان کډوال ته په دغه هیواد کې په یو کال کې نور وخت ورکول غوښتنه رد کړې ده. افغانستان له دغه هیواده غوښتي و چې په کډوالو ته یو کال نور هم وخت ورکړي. پاکستاني چارواکو افغان کډوال ته د روان میلادي کال د جنوري تر 1 دېرشمې یعنې 14 ورځې وخت ورکړی چې خپل هیواد افغانستان ته ستنه شي. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي د پاکستان دا پریکړه د کډوالو په برخه کې له نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو سرغړونه ده. یو کوربه هیواد هیڅکله په افغانستان پورې اړونده تر 2 میلیون زیاتره کډوال په اړه یو اړخیزه پریکړه نشي کولی، خو که د کډوالو د نړیوالو قوانینو او تړونونو پر ضد کوم عمل کوي نو موږ به له نړیوالې ټولنې سره په مشوره د دوی د راستنېدو لپاره پلان جوړ او چمتووالی ونیسو چې دا وخت نیسي. بله ده چې له پاکستانه تمه نه لرو چې داسې به وکړي. ښاغلی جرأت که څه هم وایي چې د کډوالو بیرته راستنېدو ته چمتووالی نیول شوی، خو په وینا یې وخت اړتیا ده او تمه لري چې پاکستان داسې ونه کړي. غونډې ته یې وویل چې افغانستان ته د کډوالو له ستنېدو پرته دغه هیواد بشپړ نه دی او بیرته راتګ ته یې چمتووالی نیسي. د افغانستان د ټولنې هیڅ یوه برخه هم بشپړه نه ده چې یوه برخه یې نیمګړې پاتې وي. زه د کډوالو مسله یادوم. زه ستاسې د لومړي خادم په توګه فکر کوم چې یوه پښه او یو لاس مې نشته، تر څو چې دغه هیواد په بهر کې 4 میلیونه کډوال لري موږ نیمګړي یو. د هر کډوال درد او احساس زه او تاسې د زړه له تله حس کوو. د رسمي شمیرو له مخې په پاکستان کې د نږدې 1 میلیون رجستر شوي افغان کډوالو په شمول تر 2 میلیونه ډیر افغان کډوال اوسیږي. په دې وروستیو کې له پاکستان سره د افغانستان او امریکا د اړیکو له ترینګلتیا وروسته پاکستان په دغه هوا کې افغان کډوالو ته د پاتې کېدو وخت یوازې یوه میاشت وغځوه. هغه مهال یو شمیر کډوالو ویل چې پاکستان له دې سره غواړي چې د امریکا بدل له افغان کډوالو واخلي. په همدې حال کې افغان حکومت له پاکستان غوښتي چې د کډوالو مسله دې نه سیاسي کوي. همدارنګه بی بی سی د سلام مشورو یو امریکایی شرکت د 199 هیوادونو د پاسپورتونو درجه بندی یو نوملړ کې د افغانستان پاسپورت وروستی ځای ورکړی دی. افغان پاسپورت د هغو پاسپورتونو په لیست کې شامل بلل شوی چې سفر کول پرې تر ټولو ګران دي. نومت کاپیټالست نومي دغه اداره د بیلابیلو هیوادونو پاسپورتونو ته پاسپورت نړیوال اعتبار دوګونی طبیعت بی ویزی سفر د ټیکسونو یا مالیو سیستم د پاسپورت نړیوال اعتبار د دوګونی طبیعت او هیوادونو کې فردي آزادی پکې شامل دي. دی کې بی ویزی سفر ته 50 نمرې، مالیو یا ټیکسونو ته 40، باور ته لس، دوګونی طبیعت لرلو ته لس او ټولو اعتبار یا باور ته 10 سلنه نمرې ورکړل شوي دي. ټول ټال نمرو ته په کتو سره بیا د هر مملکت پاسپورت ته یو ځای ټاکل شوی دی. د نومات پاسپورت درجه بندۍ کې لومړی ځای د سویډن پاسپورت ته ورکړل شوی دی، دویم ځای بلجیم، اسپانیا او ایتالیا ته دریم ځای ورکړل شوی دی. بریتانیا دغه نوملړ کې 14 ځای لري، د امریکا متحده ایالاتونه 15 ځای لري او هند ته 160 مقام ورکړل شوی دی. همدارنګه پاکستان له 196 نمبر سره د دغه لیست د پای په 50 هیوادونو کې شامل دی چې په ترتیب سره لیبیا 195، پاکستان 196، ایتریا 190، عراق 198 او افغانستان 199 ځای لري. د درجه بندۍ لپاره د نومات کپیټالست ادارې په وینا تر ټولو ډیر اهمیت د سفر آزادۍ ته ورکړل شوی دی چې د دوی په وینا له ویزې پرته سفر دی. دغه لړ کې د درجه بندۍ لپاره 50 نمرې ورکړل شوی دي چې څومره ډیر هیوادونه د دغه پاسپورت لرونکو ته له ویزې پرته یا له رسیدو او وروسته د دخول اجازه ورکوي. دی کې جرمني لومړی ځای لري، دویم اهمیت مالیو یا ټیکسونو ته ورکړل شوی دی. نومات کپیټالست وایي د یوه هیواد اوسیدونکي باید یوازې د خپل طبیعت له کبله د ټیکس ورکولو ته اړ نه شي. دی کې دا کتل کېږي چې له وګړو څومره مالیه اخیستل کېږي. د ډیرو مالیو اخیستونکو هیوادونو لومړي سر کې د امریکا نوم راځي او موناکا د خلکو پر عاید مالیه نه ټولوي. اعتبار یا باور هم د دغه بهیر مهمه برخه ده. دی کې د پاسپورت نړیوال اعتبار ته پام کېږي چې څومره هیوادونه پاسپورت لرونکو ته په اسانۍ اجازه ورکوي چې ورشي او یا یې ورسره راویه دوستانه نه وي. دوګونی طبیعت
لرل هم دی که د لسو نمرو اخیستلو سبب بلل شوي دي. هغه هیوادونه چې له یو مخه د دوګونې تابعیت ورکولو حق نه ورکوي لس نمرې ورکړل شوي دي، او هغه هیوادونه چې تر ټولو اوسیدونکو ته دا حق ورکوي هغوی ته 500 نمرې ورکړل شوي دي. دغه راز د بیان ازادي او د اوسیدو حق برخه کې هم له لسو تر 500 نمرې ورکړل شوي دي. لس نمرې هغو ته ورکړل شوي چې اوسیدونکي تر ټولو لږ ازادي لري، او 500 بیا هغو ته ورکړل شوي چې د اوسیدونکو ازادي تر ټولو ډیره ده. د بیان ازادۍ لړ کې د افغانستان نمرې شل دي چې ډیره ازادي نښي، البته وایي چې ډیرې سختې هم پکې نشته. د نومد کپیتالست ادارې په وینا دوی د انډکس یا شخص لپاره معلومات د بیلابیلو هیوادونو له سفارتونو آی ټی آی هنري ویزې د بندیزونو درجه بندي د هیوادونو مالیو درجه بندي شخصي تجربو سوداګریزو سلاکارانو د خوښۍ نړیواله درجه بندي د بشري پرمختګ ریپورت او د غرض له ځینو نورو ادارو سره ترلاسه کړي دي. همدارنګه بی بی سي په خپل مخ کې د افغانستان د اقتصاد علی شورا د کانونو سکتور لاره نقشه تایید کړه. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د ولسمشر په مشرۍ د اقتصاد علی شورا د کانونو سکتور په برخه کې هغه تګلاره تایید کړه چې پر بنسټ به یې تر ډیره د کانونو د قاچاق او ناقانونه ایستنې یا استخراج مخه ونیول شي. دوی وایي د کانونو سکتور لار نقشه به د دغه وزارت چارې منظمې او له فساده پاکې کړي. د کانونو سکتور لار نقشه هغې تګلارې نوم دی چې د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وایي تاییدول یې او پلي کېدل یې د کانونو او نورو منرالونو د ایستلو او مدیریت په برخه کې د دوی پر مخ لار پرانیزي. د دغه وزارت ویان قدیر متفاوی په دې سکتور په تېره بیا د کانونو د ایستنې قراردادونو او داوطلبۍ ته د پروژو د وړاندې کولو په برخه کې روڼتیا نه وه، خو د ښاغلي قدیر په وینا دا تګلاره به د دوی چارې منظمې او په لومړیتوبونو وویشي او د فساد لمن به تر ډیره ورټوله کړي. تېره ورځ ولسمشر غني د اقتصاد عالي شورا په غونډه کې د کانونو سکتور لار نقشه تایید کړه. ښاغلي غني وویل د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ډول ډول زیرمې شته چې په اړه یې باید کافی معلومات ترلاسه شي. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت ویان قدیر وایي حکومت د کانونو او پټرولیم برخې ته پاملرنه ډېره کړې او په سیاسي او اقتصادي پالیسۍ کې ځای ورکړی دی، خو په ورته وخت کې ښاغلی قدیر وایي چې د افغانستان په یو شمېر هغو سیمو کې لا هم کانونه په غیر قانوني توګه کیندل او ایستل کېږي چې د دولت مخالفو وسلوالو په واک کې دي. همدارنګه بی بی سي پر دې موضوع هم تم شوی چې ولسي جرګې د 1999 کال بودجه تصویب کړه. د افغانستان ولسی جرګې پرون د جنوري په 18 نیټه په لنی ناسته کې د 1999 کال ملي بودجه تصویب کړه. د افغانستان سږنی بودجه ټولټال 3.5 میلیارد افغانۍ ده چې 15.5 میلیارد امریکایی ډالر کې یي چې له دې ډلې 2.6 میلیارد افغانۍ عاید او 110 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودجه ده. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 1999 کال بودجه د افغانستان واقعیتونو شته امکاناتو د ملي پروژو ترسره کولو د دولتي ادارو جوړښتونو او نړیوالو معیارونو ته په کتو چمتو شوې ده. همدارنګه د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمي له ټولو بودجوي واحدونو غوښتي چې امکاناتو ګټورتیا او د حکومت پراختیایي لومړیتوبونو ته په کتو د 1999 کال بودجه ولګوي. د ولسي جرګې غړی صدیق عثماني وایي سږنۍ بودجه د نورو کلونو له هغې سره توپیر لري. نوموړي زیاته کړې په نوې بودجه کې څلور پورونه شته. د دارالملک لامان سړک د جوړولو لپاره له سعودي عربستان د دارالمان سړک د جوړولو لپاره له سعودي عربستان څخه پور اخیستل شوی. د هرات چشت شریف د سړک او همدارنګه د هرات د هوایي ډګر د جوړولو لپاره 120 میلیون یورو له ایټالیا پور شوي دي. هغه زیاته کړه د کابل د حلقوي سړک د جوړولو لپاره چې 112 کیلومتره اوږدوالی لري د آسیا له پرمختیایي بانک څخه 4.5 میلیون ډالره پور شوي دي. د هغه په خبره یاد پورونه سود نه لري او د اوږد مهال لپاره دي. د افغانستان ولسي جرګې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د 1999 کال بودجه د یو لړ نیمګړتیاو له امله رد کړې او له مالیه وزارت یې د یادو نیمګړتیاو د سمولو غوښتنه وکړه. همدارنګه اوس هم رزو د ازادۍ راډیو وبسایټ طالبانو ته د اشرف غني خطاب که افغانان یې خپلواک ګاونډیو هیوادونو ته مه ورکوئ. ولسمشر محمد اشرف غني وایي که طالبان افغانان وي باید خپلواک ګاونډیو هیوادونو ته ورنه کړي او د سولو لپاره بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. ښاغلي غني ویل چې دا ډله
یعنی طالبان دی له هغو هیوادونو سره اړیکې پرې کړي چې په افغانستان کې سوله نه غواړي. د تروریستان د لستوني له مار سره تشبیه کړل او ویل چې که پاکستان د تروریستانو ساتلو تا د پای ټکی کینږدي دغه هیواد ته به ښه پیغام ورنه لري. ښاغلي غني چې د چهارشنبې پر ورځ یې د سولې اړوند د ځوانانو مدني ټولنو او ښځو مشورتي غونډې ته خبرې کولې. له طالبانو غوښتل چې د سولې لاره غوره کړي. ولسمشر غني وایي هغه څوک چې افغانستان ته د وحشت خپرولو لپاره راځي و به وژل شي. زه پر طالبانو غږ کوم چې راشئ بین الافغاني مذاکرات وکړئ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې په ترکیه کې د طالبانو د 15 غړو او د ولسمشر محمد اشرف غني د دوو سلاکارانو ترمنځ د سولې د غیر رسمي خبرو راپورونه خپره شول چې وروسته بیا دواړو رورو رد کړل. له دې سره چې د سولې خبرې د څو کلونو راهیسې په ټپه ولاړې دي، د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس له دې یوه ورځ مخکې خوشبیني څرګنده کړه چې د دولت وسله والو مخالفینو سره غیر رسمي خبرې روانې دي. خو هغه څه چې ولسمشر غني ورته اشاره کوي د سولې پر وړاندې د ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا د پاکستان لاس دی. هغه هیواد چې په دې وروستیو کې تروریستان ته د خوندي پناه ځایونو د ورکولو په تړاو د نړیوالې ټولنې او امریکا تر فشار لاندې هم دی. په روانه اونۍ کې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوي د سفر پر مهال هم پر اسلام آباد فشارونو پر زیاتېدو ټینګار وشو او دې پلاوي په افغانستان کې د ثبات د ټینګېدو ژمنه وکړه. له دې ټولو سره د سیاسي چارو کارپو ناصر شفیق وایي دا وخت چې نړیواله ټولنه د تروریستي ډلو پر وړاندې د قاطعیت خبره کوي، که طالبان د تروریستي ډلو د ملاتړ څخه ځانونه بیل نه کړي د دې ډلې لپاره به ښې نتیجې ونه لري. پکار ده چې طالبان هم ځان له خپلو ملاتړو وباسي. د دې تر څنګ د سولې په اړه د ځوانانو ښځو مدني ټولنو د مشورتي کنفرانس یو شمېر ګډونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستان نامشروع لاسوهنې بندې کړي. دوی له طالبان هم غوښتل چې نور تاوتریخوالي ته نه ووایي او د جګړې پر ځای د خبرو اترو لاره غوره کړي. همدارنګه ازادي راډیو بیا هم د ولسمشر محمد اشرف غني پر خبرو تم شوي چې په اسلام آباد کې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې په اسلام آباد کې فتوا یوازې په یوه هیواد پورې نه محدودیږي. د پاکستان علماو له لوري د انتحاري حملو د ناروا له بلل کېدو یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر وویل اسلامي اصول په ټولو هیوادونو کې یو شان د عملي کېدو وړ دي. ولسمشر غني د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې مشورتي غونډې ته وویل چې انتحار کول په اسلام کې کبیره ګناه ده او د پاکستان علماو فتوا باید اول په افغانستان کې عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ شاوخوا 2000 پاکستاني دیني عالمانو د یوې ناستې پر مهال په پاکستان کې انتحاري حملې ناروا وبللې. د پاکستان ولسمشر مامون حسین د عالمانو شورا د دغه فتوا هرکلی تر څنګ هیله ښودلې چې دغه پرېکړه د ترګري د ګواښونو په له منځه وړلو کې ګټوره تمام شي. که څه هم تر دې وړاندې ځینو دیني عالمانو په پاکستان کې د انتحاري حملو په اړه فتواوې ورکړي، خو دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمېر کې دیني عالمان په دې برخه کې فتوا ورکوي. پاکستانی عالمان په داسې حال کې د انتحار پر ضد فتوا ورکوي چې په روسیه کې له تروریزم څخه د ملاتړ په تور پاکستان د امریکا تر سختو فشارونو لاندې دی. افغان حکومت تل دا غوښتنه کړې چې دیني عالمان باید په یوه خوله د انتحاري حملو په اړه خپل غږ پورته کړي. خو د اجرایه ریاست د ویان رسل جاوید فیصل بیا ازادۍ راډیو ته ویلي چې پاکستاني علماو په دې اړه دوه مخې فتوا ورکړې ده. د کابل د علماو شورا به انتحاري حملې نه یوازې په پاکستان بلکې په ټول اسلامي نړۍ کې ناروا دي، خو په دې اړه د پاکستاني علماو چلند دوه ګونی دی. د هاغلی حقانی په خبره دینی علماو ته نه ښایي چې د حکومتونو او یا هم د نورو کړیو په لارښوونه خپل دینی او ملي رسالت ته شا کړي او داسې پرېکړه وکړي چې د اسلامي امت په زیان تمامه شي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپو نصر الله سانکزی وایي پاکستان تل له دین څخه د سیاسي حربي په توګه کار اخیستی او اوس هم غواړي په دې توګه له نړیوالو فشارونو ځان خلاص کړي. همدارنګه ازادۍ راډیو پلبل مخکې لیکلي چې د افغانستان د کانونو پترولیم وزارت چارواکي وایي د نوي تګلارې له مخې به د کانونو په سکتور کې لازم اصلاحات راشي. دغه وزارت وایي د کانونو د مدیریت او د قراردادونو د تنظیم د نوي تګلارې له مخې به د دغه سکتور شفافیت حتمي کیږي. د یاد وزارت وایي عبدالقدیر بیا په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د کانونو د تنظیم او مدیریت لپاره تر اوسه داسې تګلاره نه وه چې حکومت د سل په سلو کې نظارت وکړي او بیا د خلکو ته ځواب ویونکي وي. نوموړي ویل ولسمشر غني دا تګلاره د اقتصاد عالي شورا په وروستۍ ناسته کې تایید کړې ده. د کانونو د مدیریت د لارې په نقشه کې د دې ادارې اصلاحات او پرمختیا مدیریت او جیولوژیکي معلومات د قانون مطابق د تړونونو مدیریت
شفاف او حساب ورکونکي مدیریت او د خرڅ د پنګونې لپاره د شرایط برابرول شامل دي چې له دوو تر پنځو کلونو تطبیقیږي. که څه هم د کانونو پترولیه وزارت افغانستان د کانونو دقیق اټکل نه لري، خو د امریکایي جیولوژي پوهانو یوه وروستۍ سروې ښیي چې افغانستان له 3 تریلیون څخه د ډیرو ډالرو په ارزښت ځمکنۍ زیرمې لري. خو له دې ټولو سره د کانونو د برخې یو شمېر څېړونکي دا وزارت اوږدمهاله لیدلوري او حقوقي ثبات په نشتوالي تورنوي. له دې ډلې سید زمان هاشمي ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی همدارنګه د محل د کانونو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نشته چې 40 کاله وروسته به یاد کانونه په کوم حالت کې وي، او په وینا یې چې دا به د کانونو په سکتور کې بحران رامنځته کوي. ډېر قدر منو لیدونکو، دا وه د نن ورځې د ازادۍ بی بی سي او همدارنګه آریانا نیوز ویب سایت پاڼې وې چې مهم سرلیکونه او موارد موږ تاسو ته وړاندې کړل. تر لنډې دمې وروسته زموږ خپرونه بیا هم دوام لري. برنامه خداوند و با عرض سلام، در این بخش برنامه با من مرسل منصوری خوش آمدید. آمریکا خواستار حل تنش‌ها میان ارگ و حتی محمد نور شده است. معاون ریاست جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی ادامه تنش‌های سیاسی را به نفع افغانستان ندانسته و دو طرف را به گفتگو دعوت کرده است. در همین حال جمعیت اسلامی از این درخواست استقبال کرده و ارگان‌های محل نیز بر حل این تنش‌ها تاکید ورزیده است. تنش‌های برخواسته میان عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ و ریاست جمهوری آمریکا را وادار کرده است تا در این مورد سخن بگوید. معاون رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی که با رئیس جمهور کشور داشته است، از حکومت افغانستان خواسته تا به این تنش‌ها از راه گفتگو رسیدگی کند. آقای پنس همچنان بر حل مسالمت آمیز انتقال رهبری بلخ تاکید ورزیده است. ارگ ریاست جمهوری میگوید تغییر با وقت و مسالمت‌آمیز در اداره محلی بلخ مورد عمده این گفتگو بوده است. رئیس جمهور غنی و مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیرامون پیشرفت‌ها در زمینه حکومتداری خوب و اصلاحات، مشارکت سیاسی و آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات آینده صحبت کردند و همچنان روی تغییر بر وقت و مسالمت‌آمیز در اداره محلی ولایت بلخ صحبت و تاکید صورت گرفت. این اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا برای ادامه مذاکرات به هدف رسیدگی به تنش‌های بمیان آمده با استقبال حزب جمعیت اسلامی روبرو شده است. جمعیت اسلامی هم انتظاری که داشته از ایالات متحده آمریکا همینه که پشتیبانی بکنه از یک رای حل مسالمت آمیز و رای حلی که طرح و مکانیزم معقولی داشته باشه. بیش از یک ماه از برکناری عطا محمد نور از سوی رئیس جمهور می گذرد، اما آقای نور بر ماندنش در سمت ولایت بلخ تاکید دارد و از قدرت نماییش می گوید. اما ارگانهای محلی از معرفی والی جدید بلخ در آینده نزدیک سخن گفته و تنش‌های موجود را موضوع کوچک در سیاست داخلی کشور می داند. لازم نیست ما در هر احساسات به شکل احساسات برش جواب بدیم و پروسه سیاسی هست. بحثا و گفتمان اینا هست، حل میشه. بحثایی را که والی برکنار شده برق مطرح میکنه و بیشتر به خودشان برمیگرده، مسئولشان خودشان است و دیگه بحث والی ماست و به زودترین فرصت انشاءالله حل میشه. بیش از این والی برکنار شده بلخ هشدار داده بود که اگر حکومت در برکناریش از نیرو استفاده کند ارتش دوپارچه خواهد شد، چیزی که رسانه‌های خارجی نیز به آن اشاره کردند. اما وزارت دفاع ملی میگوید ارتش افغانستان در موضوعات سیاسی بی‌طرف خواهند ماند. هر سرباز افغانستان، هر برندمل افغانستان، هر افسر جوان افغانستان و اینا خودم می‌نسی به حساب ملی احساس میکنن. وابسته به مردم افغانستان احساس میکنن. از همه تعلقات سیاسی، مذهبی، تعلقات به حساب تنظیمی اردوی شما مبرا هستند. هیئت گفتگو کننده حزب جمعیت اسلامی 7 بار به حکومت نشست را برگزار کردند که تا هنوز ظاهرا به نتیجه نرسیدند. اما عطا محمد نور میگوید تا زمانی که وعده های حکومت روی یک سند قانونی درج نشود به ارگ اعتماد نخواهد کرد.
به خاطر بحث بیشتر در این باره آقای بهارمل بهار آگاه امور سیاسی در استودیو با ما هستن. آقای بهارمل خیر خوش آمدید به بحث امروز برنامه آغاز روز. تشکر. نخست می‌خوایم نظر شما را در این مورد داشته باشم. خیلی تشکر. در نخست سلام احترام حضور خودتان و حضور تمام بیننده‌های عزیزتون. صبح شما بخیر. افغانستان کشوری هست که همواره در ظاهر درگیر مسائل‌های سیاسی، درگیر مسائل اجتماعی چون سمتی، زبانی، قومی و مذهبی بوده است. همه تشویش افغان ها هم از همین هست که جنگ افغانستان گویا جنگ قومی هست، جنگ سمتی هست. اینکه من افغان هستم، من پشتون هستم، تو هزاره هستی، او ازبک هست. همین مسائل جنگ افغانستان دامنگیر کرده و به درازا کشانیده. ولی در حقیقت افغانستان کشوری هست که شکار توطئه های غرب به رهبری امریکا و روس گردیده است. امریکا هم از این فرصت ها با استفاده و با استفاده از سیاست اینکه تفرقه بیانداز و حکومت بکن خیلی ها کامیاب بوده و در این راستا به اهداف خویش رسیده و منافع خود را پی هم داره. از من نظر په دغه برخه کې داده چی افغانستان یو آزاد و مستقل هیواد ده. په خپل ټولو پریکړو کې باید آزاد او خود مختار پریښودل شي، نه دا چې د بهرنیو لاس پکې وي او نه دا چې د نورو کړیو لاس پکې. ولی دلته په دغه برخه کې ځینې اندېښنې راپارول شوي دي او ځینې اندېښنې هغه د نړیوالو هم دي او د خپله د افغانستان د ولس هم دی. او په دغه برخه کې د امریکې لاسوهنه ډېر مهم دی، هم د امریکې هغه منافع او هغه ګټې چې په دغومره وخت کې د 3 کلونو جګړو وروسته یې درلودی هغه هم په خطر کې دی، او هم د افغانستان ټول هغه ثبات هم ګویا چې هغه به په ډلو ټپلو او بیا په ملوکو توایفي وویشل شي. له هغې وروسته چې نړۍ سو قطبي و، یعنی په نړۍ کې سو ابر قدرتونه موجود ول، زما په غالب ګومان سره چې 1915 له هغه وروسته په نړۍ کې سو قطبونه او سو ابر قدرتونه و، لکه روسیې، امریکا، ایټالیا او برتانیا او داسې نور. ولی د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې دوهمه نړیوال جګړه پای ته ورسېد په نړۍ کې دوه قطبه پاتې شول، یا دوه ابر قدرتونه پاتې شول چې عبارت له امریکې او د اتحاد جماهیر شوروي د روسیې په رهبرۍ باندې دغه دوه قدرتونه پاتې شول او د جنګ او د سیالیو میدان یې ګرم کړی و. خو د اتحاد جماهیر شوروي د پاشل کېدو او د دوی د یو بل څخه د جلا کېدو هغه چې مشترک المنافع هیوادونه پاتې شول، ولی اتحاد جماهیر شوروي له منځه ولاړی او په نړۍ کې یو قدرت پاتې شو او یو ابر قدرت او یو قطب پاتې شو چې اوس مهال هم نړۍ یو قطب دی او یو ابر قدرت دی چې هغه امریکا دی. او په نړۍ کې تر ټولو لومړی خبره همغه که یو د نړۍ د هر کنج په هره پریکړه کې هغوی خپل لاسوهنې لري. په دغه برخه کې کله چې د یوه میاشت په وخت کې د ارګ او د استاد عطا محمد نور ترمنځ دغه کشمکشونه او دا کړکیچ رامنځته شوی او د امریکې لاسوهنه تر یوه میاشته پورې په دغه برخه کې نه وي. علت یې دا و چې امریکې له هغه وخته چې له کرزي سره یې امنیتي تړون لاسلیک کوی له یو بل سیاست او له یو بلې لارې کار اخیستی تر څو نظر په حرف شما به نظر شما جایگاه حرف امریکا یا تصمیم امریکا در حکومت افغانستان چه است و چقدر این تصمیم و یا هم مشوره امریکا خواستار حل تنش‌ها شده میتونه چه تأثیری داشته باشه؟ دیگه شک نبولم چې د حکومت په هره پریکړه کې د غرب لاس دی، هغه د رهبرۍ او د امریکا د رهبرۍ لاندې او د امریکا د متحدینو تر رهبرۍ لاندې ارګ چې له هرې ادرس او په هره برخه کې پریکړه کوي او هر تصمیم نیسي، که هغه په نظامي برخه کې دی که په سیاسي برخه کې دی او که د ولیانو په تغییر کې دی که وړوکې پریکړه کوي که لوی پریکړه دی، دکې د غرب لاس دی او غرب په دې کې په ډېر مستقیم ډول سره لاسوهنې کوي. د امریکې سیاست دا دی تر څو نړیوالو ته دا ثابت کړي چې د افغانستان سیاسیون او د افغانستان سیاستمداران لا تر څو هغه سیاسي پوخوالي ته نه دي رسېدلي، هغه سیاسي علمت نه دی زده کړی، د هیواد منافع په نظر کې نه نیسي، د ولس منافع په نظر کې نه نیسي، د هیواد د ثبات او د سیاست او د سولې د تداوم په خاطر هیڅ نو تصمیم نه لري، بلکې خپل هغه شخصیت سازی، بلکې خپل هغه د قدرت د راج د چلولو په خاطر هره پریک نه نیسي. کله چې امریکې په د یو میاشت په تول کې په دغه مسأله کې لاسوهنه ونه کوي، هغه نړیوالو ته په ډېر ثابت ډول سره وښودی چې موږ د افغانستان په داخلي چارو کې هیڅ لاس نه وهو. ولسمشر پوهېږي، والی یې پوهېږي، ولسمشر پوهېږي، د هغه مامورین پوهېږي او د هغه چارې پوهېږي. موږ په دغه برخه کې آزاد بیل یو
او په دغه برخه کې هیڅ لاس وهنه نه کو. ولی هغه وخت چې د ولسمشر لخوا بار بار فرمان ورکړ شو، د اختار په شکل ورته وویل شو چې ستا د مامورینو معاش بدلو، هغه مورته داسې یو ځواب ورکړي چې زه له بلې بل لارې پوره کوم. دغلته ستونزه او دغلته لویه خبره دا رامنځته شوی چې دلته په افغانستان کې د بیا ځلې لپاره د شرق لاسونه غځېږي، د ختیځوالو لاسونه راځي، ګویا چې دلته بل هیواد لاسوهنه وکړي او بیا به په نړۍ کې، او له دې لارې چې افغانستان ونیول شي او د شرق لاسونه بیا افغانستان ته راشي، نو په دغه برخه کې بیا به نړۍ په دوو قطبونو وویشل کېږي. بیا به په نړۍ کې دوه بر قدرتونه او د جنګ میدان به افغانستان وي. افغانستان به بیا په ډلو ټپلو وویشل کېږي او بیا به د افغانستان کې صلح او ثبات هیڅ ډول سره نه ښکارېږي. پس در این صورت مقاومت آقای نور در سمتش میتونه درست باشه؟ زه ګیلمن هم له ولسمشر څخه یم، هم له استاد عطا څخه یم. ولسمشر هم په ډېرو پرېکړو کې د هیواد ملي منافع په نظر کې نه دي نیولي، او استاد عطا هم په دغه برخه کې خپل دریځ غلط څرګند کړی دی. او د ولس هغه کوم منافع چې دي او د ولس غوښتنې چې دي هغه په نظر کې نه دي نیولي. استاد عطا د یو ولی په شکل نه، د قدرت د یو جناح په شکل، هغه چې د جمعیت یو کثرت ډول سره خلک ورسره ولاړ نه دي، بلکې د ملت یو برخه ورسره ولاړ دی. له هغه سره داسې یو چلن کول او په داسې اختاري شکل سره هغه ته غبرګونونه ښودل، په ډېر سادګۍ سره د بل ملک او د بل هیواد لاسوهنې او د بل هیواد د ګډون په خاطر زمینه برابرۍ، تر څو بل هیواد په دغه هیواد کې لاسوهنه وکړي او زموږ په پریکړو کې لاسوهنه وکړي. امریکایي هم له دغه فرصت څخه ګټ په ګټې اخیستنې سره نړۍ ته وښوده چې موږ د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوو او دا خود مختاره پرېږدو. ولې د امریکې ډار هم له همدې څخه دی، تر څو ختیځوال او یا شرق په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. او دا 13 کلن جګړې د ناکامۍ لوی دلیل او لوی ثبوت د امریکې لپاره پرېږدي، او دا د امریکې لپاره یو تور داغ دی چې کله دول هیواد په دغه مسأله کې لاسوهنه وکړي او د امریکې د ناکامۍ لپاره زمینه برابرېږي. بله، یکی از اهداف امریکا و دیگه کشورها هم تطبیق قانون اساسی در کشور بود. حالا اینکه رئیس جمهور از قانون اساسی را نقض میکنه و امریکا هم خواستار حل تنش از راه گفتگو میشه، در اینجا میتونه قانون اساسی چه جایگاهی را بر خودش بگیره؟ د قانون ماتیده و د قانون نقض کول دا د دولت د هر مامورین کار دی. چا هم ترسو قانون په صحیح شکل سره عملی کړی نه دی او قانون یې تر پخو لاندې کړی. صحیح ده چې زه دا منم، د هر یوې د راپور په شکل یې کله چې په سټیج کې راشي او په مدواتو کې راشي وایي چې موږ قانون پلی کوو، ولې قانون نه دی پلی کړی. امریکا هم په دې برخه کې غوښتنه ده چې قانون پلی شي، ولې قانون دا نه دی چې په دولت په د ژوند سره لوبې وشي، دولت د غوښتنو سره لوبې وشي او د هیواد ملي منافع په نظر کې ونه نیول شي. ولسمشر تر ډېره بریده پورې هڅه کړې تر څو قانون پلی کړي، او د هغه اصلي غوښتنه هم دا ده چې افغانستان یو آزاد هیواد دی او دلته یو مستقل حکومت شتون لري. پریک دی چې دغه مسأله او دغه پریکړه موکړې چې والی تبدیل دا بدل کی بیا یې کینو، خو زموږ هدف دا دی چې د افغانستان د حکومت هغه مشروعیت پر ځای پاتې شي چې موږ فرمان ورکړي چې والی تبدیل. ولی والی له هغه ځایه یو داسې ځواب ورکوي چې زه د کاغذ سړی نه یم، او زه د ولسمشر پر کاغذ باندې او د هغه پر امر او د هغه پر امضا باندې نه یم راغلی، زه ځان ته حکومت جوړوم. او دا دریس پر همدې پاتې شي او د ولسمشر لخوا همدغه دریس پاتې شي چې زه قانون پلی کوم او دا والی بدلوم، نو دا ډېر یو لوی کړکیچ دی د هیواد لپاره او د هیواد د ملي منافع او د سولې لپاره ډېر ستونزمن کار دی چې هلته شک نشته چې بل هیواد به په هغه له عطا سره او په شمال کې به بل یو تلواله جوړی او بل یو داسې حکومت به جوړی چې افغانستان به په دوو برخو ویشل کېږي، خصوصا د هیواد ملي امنیتونه به په دوو برخو ویشل کېږي، او دلته به بیا د جګړو او د جنګونو ته میدان تود وي. بله، به نظر شما واقعا حل این تنش از سوی رئیس جمهور کار ناممکن است؟ ومنه چې کله چې د امریکې مرستیال ولسمشر ته ټلیفون کړی، دې کې شک نشته چې دا به خپله ولسمشر غوښتي وي چې تاسو راشي په دغه مسأله کې لاسوهنه وکړي. ولی د هیواد په هره پریکړه کې چې د ارګ لخوا شوې ده کې د غرب لاس په ډېرو صریح او معلوم ټکو سره ښکاري، او ولسمشر خو فرمان ورکوي او له خپل دریځه یې شاته نه شو، یو قدم یې هم شاته نه کوي چې زه والی بدلوم. د ده دریځ همدا دی، او له هغه خوا نه ورته داسې یو ځواب ورکړ شو چې ستا زور هم پر ما نه رسیږي، که له هر قوت واخلې له خیرخانې هم نشي راتېرېدی. نو د ولسمشر لخوا او د ارګ لخوا د دغې ستونزې د حل لپاره هیڅ زمینه نشته،
او زه په دې باوري يم چې ولسمشر د دې توان نه لري چې دغه مسأله پر همدغه دریز باندې حل کړي ترسو دریز بدل نه کړي. او دلته زه د امریکا لاسوهنې مهم بولم ترسو هیواد په ډلو او ټپلو ونه ویشل شي او د هیواد ملي منافع مو تر خطر لاندې رانه شي او د هیواد هغه د سو زحمتونو او د سو کلونو د زحمتونو وروسته چې مو یو داسې یو قوت جوړ کړي او نیروم او نظامی قوت مو جوړ کړي هغه په سو برخو نه ویشل شي. د امریکای لاسوهنه ضرور بولم چې په دغه مسأله کې لاس وهي ولې هغه پر دې اساس باندې چې دا حکومت د یو طرف څخه او ډاکټر صاحب اشرف غنی د حکومت له خوانه او او استاد عطا د بل خوانه هغه د یو والی په صفت او د دې حکومت د یو مامور په صفت هغه دریز نه لري او د دې حکومت د یو مامور په صفت دریز نه دی غوړه کړي. هغه وایي چې دا حکومت له سره زمنم نه ولی دا د ولس په پاکو رای نه دی راغلی. دا د کاغذ په تفاهم نامې سره او د کاغذ په پریکړې باندې راغلی. دلته ځینې پریکړې شوي چې له ابتدا نه شوي هغه تر پخو لاندې شوي او هغه نه دی منل شوي. هغه هم ځان د قدرت یو جناح بولي او د دې قدرت ځان یو شریک بولي. به نظر شما سود امریکا و یا کشورهایی که در این کار دست دارن در کجاست؟ زه یوې مسلې ته اشاره کوم. هغه دا چې کله چې د امریکې لخوا د کرزي په حکومت کې یو نماینده راغی او کرزي ته وویل چې د امنیتي تړون موږ سره لاسلیک کا. کرزي ورته په سادګۍ سره وویل تاسو دومره شایق ولې یاستئ دومره مینوال ولې یاستئ چې له ما سره تړون امضا کوئ. صبر وکئ میاشت بعد د هیواد ولسمشر ټاکل کیږي. هغه سره د نوي ولسمشر په اساس چې هغه هم نوي کړنې ولري او نوي فعالیت ولري دغه تړون لاسلیک کوي ولې ما سره دومره شوق یاستئ. هغه ورته وویل چې مخکې له دې چې لومړی دور انتخابات وشي د لومړي دور انتخابات نه مخکې ورته د امریکې نماینده وویلې چې د هیواد انتخابات دوم پړاو ته ځي او هغه اووه میاشتې او اته میاشتې برنیسي دومره صبر موږ نشو کولی. د امریکې لاس زموږ په ټولو پریکړو کې شته او زموږ هر هغه پریکړه چې موږ پکې کوو هر هغه تصمیم نیسو هغه د امریکې تصمیم دی زموږ تصمیم نه دی. نو په هغه برخه کې زموږ وضعیت اقتصادي وضعیت خراب کې په هیواد کې اقتصادي بحران راغی. د پاکستان لاسوهنې په د هیواد په داخلي چارو کې حتی تعرضات ډیر شوي او د هیواد په هر برخه کې جنگونه او ډلې ټپلې راپورته شوي چې د ولس اندېښنه یې پورته کړي ګویا د حکومت سقوط ونه کړي. او امریکې نړیوالو ته وښوده چې د انتخابات په دور کې له یوه خوا څخه یو ډله د ډاکټر صاحب عبدالله ډله اشرف غنی ته اختار ورکړ. ډاکټر صاحب اشرف غنی ډله ډاکټر صاحب عبدالله ته اختارونه ورکول چې ګویا که زه ګټون کې نشم حکومت در باندې خرابوم ولس درپسې پاسوم. نو دلته نړیواله ته وښوده چې د افغانستان سیاسون لا اوس هم په سیاست نه دي پوه شوي د ولس ګټې نه نظر کې نه نیسي خپل د قدرت طلبۍ لپاره دوی په نړۍ کې راج چلی په دې هیواد کې راج چلی. اوس یې هم همدغه خبره وکړو چې یو میاشتې صبر وکوي په دغه مسله کې لاسوهنه ونه کړي نړیوالو ته یې وښوده چې د افغانستان سیاسون لا په دې نه دي توانېدلی چې خپله یو عادي مسأله چې د یو والي بدلول دي دا حل کړي. نو بالا زموږ په لاسوهنه په دې کې ضرور بولم نړیوال هم د امریکې څخه همدغه غوښتنه لري چې په دغه مسأله کې د لاسوهنه وکړي او ولس هم له امریکې څخه همدغه غوښتنه لري چې په دغه مسأله کې د لاسوهنه د دې مسألې د حل لپاره دی د خبرو له لارې کار واخلی. حالا به نظر شما اگر آقای نور در سمتش باقی بمانه در چه این شرایط میتونه چه سودی داشته باشه؟ استاد تا محمد نور خپل ولس لپاره کار کړي په مزار کې کار کړي ولس ترې راضی دی خلک ترې راضی دی او اوس مهال د والی د پاتې کېدو مسأله هلته نشته. هلته د دې مسأله ده چې ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې تورن دی چې دی قومیت پالي او حکومت یې انحصار کړی دی محض هم زموږ لپاره همدغه یو چوکۍ پته دوه چوکۍ موږ اخلي. د هغوی خبره دا ده چې دغه حکومت خود د تفاهم نامې او د پریکړې پر اساس راغلی او ډاکټر صاحب او استاد محمد عطا محمد نور هغه هم د قدرت یو جنا دی او د قدرت یو پلو دی. هغه وایي زه د دې قدرت شریک یم نو زه د دې والی په صفت دلته ناست نه یم. زه د قدرت د یو ناظر په شکل او د دې قدرت د شریک په شکل دلته ناست یم. ما د حکومت ما جوړ کړی دی او ما سره تفاهم نامه کړې. اوس د هغوی غوښتنې یوازې دا نه دي چې استاد عطا محمد نور د په خپل چوکۍ پاتې شي. هغوی وایي هغه جفاګانې او هغه پریکړې چې موږ کړي وو هغه د موږ سره د جفا په شکل کړي هغه هم بیرته له سره کوه هغه چوکۍ چې ځینې وزارتونه دي هغه هم موږ ته پاتې راکړه. که استاد عطا محمد نور په خپل چوکۍ پاتې شي دا د مزار لپاره ګټور دی او د هیواد د اوسني ثبات لپاره هم ګټور دی او که د خبرو له لارې حل شي دا به بیا هم د هیواد د ملي منافع لپاره ګټور وي. بله سپاسگزار از شما آقای بهرمل در وصف امروز برنامه درمان. آغاز روز و بیننده های عزیز از همراهی شما هم تا این دم ممنون. تا لحظات دیگر با شما خواهیم بود.
باز هم خوش آمدید. حال بانو فریده امینی همکاربان از جازجان از روی خط تصویر با ما هستند تا در مورد وضعیت جازجان با ایشان بحث گفتگو داشته باشیم. بانو امینی سلام، صبح شما بخیر. سلام، صبح شما بخیر. بله، میخوایم بپرسم که در جازجان چه میگذره؟ خب در جازجان در کل وضعیت امنیتی خوب هست، اما داریم موبایل سولی های ناامن که در اونجا گروه های داعش فعالیت دارند. مثلا موبایل سولی های در زاب و قشتیپه ما که از مدت به این سو گروه داعش اینجا فعالیت داره و دست به عملات تروریستی میزنن، مردم آزار اذیت میکنن. و در تازه ترین مورد اینا توانسته هم که یک مرکز صحی در ونسولی در زاب که در روستای آقصای است و یک کلینیک صحی در ونسولی خوشتیپه که در روستای چکمچخور است مسدود بسازن. و قسمی که مردم محل میگن تمام ادویات که در این کلینیک ها بوده و آتش زدن و مسئولین که در اونجا کار میکرد، دکترها و نرس ها در اونجا کار میکردن، اونا مانع کار زیاد شدن که در اینجا مردم با مشکلات زیاد روبرو هستن. و وکلای شورای ولایتی میگن که 80% مردم در ولسوالی در زاب دسترسی به خدمات صحی ندارند که یکی از مشکلات بسیار عمده شون است و اینا از حکومت میخواهند که هرچی عاجل عملیات تصفیه به این مناطق راه اندازی شود و اینا تا اینا بتوانند زندگی را به خوبی سپری کنند. بله، آیا در این منطقه پاسگاه امنیتی وجود نداشته که مانع حملات داعش شود و نیروهای امنیتی با اونا بجنگه؟ خب در کل پاسگاه های امنیتی در ولسوالی در زوب هم هست و در ولسوالی قشتیپه هم، اما روستای آقصای و روستای چخمچخور از مناطقی هست که در دست داعش هست و در اونجا داعش فعالیت های گسترده داره که در دولت و حکومت هیچ کاری به اینجا کرده نمیتونه. چرا نمیتونن کاری بکنن؟ آیا در اونجا نیروهای امنیتی مستقر نیستن و از نگاه تجهیز و تشکیل به چه کمبودی هایی روبرو هستن؟ خب در این مناطق عموما چون زیر سلطه خود داعش هستن و قسمه که شما میفهمید و کافی ندارن و تشکیل کافی فیلی مناطق ندارن که اینمی خودش یکی از چالش های بسیار عمده هست که مردم و در کل نیروهای امنیتی ما با او روبرو هستن. و بارها این موضوع را با مرکز شریک ساختیم، با مسئولین محلی شریک ساختیم که با مشکلات مردم باید رسیدگی کنن، اما آنها هم بان که وعده های می سپارن اما نمیتونن که به وعده خود عمل، چرا که گفتیم که نبود تشکیل دهی و تشکیلات درست از مشکل. بله، تشکر از شما بانو امینی. به خاطر مشکلات فنی نمیتونیم تا آخر صحبت های شما رو داشته باشیم. موفق باشین. ریاست اجرایی امام محمد و ریماج رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را برکنار شده خوانده میگوید شهلا حق با عنوان سرپرست دبیرخانه کمیسیون گماشته شده است. سخنگوی ریاست اجرایی تاکید دارد که رئیس اجرایی روند توزیع تذکره های الکترونیکی را نیز متوقف ساخته است. در همین حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید هفته آینده انتخابات هیئت اداری در این کمیسیون را برگزار خواهد کرد. پیش گزارش های مبنی بر برکناری امام محمد وریماج رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات از سوی رئیس جمهور به بیرون درس کرد، اما حالا ریاست اجرایی آقای وریماج را برکنار شده می داند و تاکید دارد که شهلا حق رئیس آموزش و ارتقای ظرفیت این کمیسیون به عنوان سرپرست دبیرخانه کمیسیون انتخابات گماشته شده است. رئیس دارالانشای کمیسیون قبلا برطرف شده بود تا معرفی یک فرد جدید در کمیسیون وجود داشت. حالا فرد جدیدی به حیث سرپرست دارالانشای کمیسیون معرفی شده و اونا وظایف رسما به عهده گرفتن. ریاست اجرایی تاکید دارد که به دلیل تنش‌ها عبدالله روند توزیع شناسنامه‌های برقی را متوقف ساخته و تا زمان یک توافق ملی این روند آغاز نخواهد شد. رئیس اجرایی بعد از اینکه مسئله توزیع تذکره‌های قانون اساسی جنجال برانگیز شد و
رفته رفته در سطح پارلمان و در سطح عام جامعه باعث از همگسستن وحدت و یک پارچگی ملی در افغانستان میشه تصمیم گرفت که روند را متوقف بسازه و شخصا در این قضیه مداخله کردن و روند توزیع تذکرها را متوقف ساختن. از سوی هم کمیسیون انتخابات میگوید که تا کنون رئیس جمهور سید حفیظ الله هاشمی را رسما به عنوان عضو کمبود این کمیسیون معرفی نکرده و هفته آینده آنان گزینش رئیس و هیئت اداری کمیسیون انتخابات را برگزار خواهند کرد. بعد از اینکه به شکل رسمی معرفی می شود، انتخابات هیئت اداری از اولویت های ماست که باید برگزار شود و از ضمن اعضای کمیسیون مستقل انتخابات یک شخص به نام بسمت رئیس، دو معاون، معاون عملیاتی و معاون مالی و اداری و سخنگوی منشی کمیسیون مستقل انتخابات انشاءالله که انتخاب می شود. قرار است که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در 16 ماه سرطان سال آینده برگزار شود. اما کمیسیون انتخابات میگوید که بدون پرداخت هزینه از سوی حکومت برگزاری انتخابات در سال آینده ناممکن است. به خاطر بحث بیشتر در اینجا آقای شمس راسخ در استودیو با ما هستند. آقای راسخ خیلی خوش آمدید به بحث امروز برنامه آغاز روز. در نخست میخوایم بپرسیم که چرا امام محمد برای مارچ برکنار شد؟ عرض سلام و ادب دارم. صبح شما بخیر، صبح بینندگان محترم تلویزیون آرینا هم بخیر. آقای وریماچ در واقع حالا اگر نگوییم به صورت رسمی، به صورت غیر رسمی حداقل حدود 2-3 ماه پیش برکنار شده بودن از اولین مقامات کمیسیون مستقل انتخابات. قبل از اینکه رئیس برکنار شود، در واقع آقای وریماچ توسط رئیس جمهور برکنار شدن، ولی متاسفانه فرایند قانونیش و رسمیش آنگونه که باید و شاید به صورت کتبی برشان روشن و واضح میشد مشخص نشد و از همون موقع تا هنوز را که 2 یا 3 ماه میگذره از این مسئله، آقای بریماچ در واقع در یک خلای معلوماتی حالا از همی جهت به سر میبردن. این مشخص نبود که بالاخره تکلیفشان چگونه هست. بلا تکلیف بودند، کارهای خود را ادامه دادند و تا هنوز را مسئولیت‌های خود را پیش بردند. امروز اگر کمیسیون مستقل انتخابات در واقع تصمیم میگیره که تکلیفشان روشن شود، حرکت خوبی هست. بالاخره یایی که ایشان در پست خود باقی میمونن یایی که بالاخره میرن، ولی این گونه که بلا تکلیف باقی بمانن که از یک طرف مثلا به صورت لفظی از کارشان گفتن که باید برکنار شوند و به صورت کتبی یا رسمی چیزی برشان داده نشده، این گونه فکر کنم کار پیش نخواهد رفت و کمیسیون مستقل انتخابات با روشن شدن تکلیف یک نفر از اعضایش در حال حاضر من فکر میکنم در جای رسیده که قدم های جدی را حتما باید برداره برای از اینکه هم سامان بده حداقل وضعیت داخلی کمیسیون مستقل انتخابات را، از او طرف هم تسریع ببخشه برنامه ریزی و عملی کردن فرآیندهای انتخاباتی را. ابنان بعد از یک ماه یا یک و نیم ماه که یا حدود 2 ماه که تکلیف رئیس روشن کردن که متاسفانه خب شما هم شنیدین که هنوز هم بعد از اینکه یک هفته، هنوز یک و نیم هفته میشه که ایشان آقای هاشمی به عنوان عضو جدید مشخص شدن، ولی هنوز به صورت رسمی معرفی نشدن. امیدوار هستیم که ایشان حداقل در هفته آغاز هفته جدید یا امروز معرفی شوند که کمیسیون باز تکلیفش روشن شود. از او طرف این مسئولیت حکومت افغانستان هم هست که آقای بریماچ را بالاخره تکلیفش را روشن بکنن. اگر شما بر صورت لفظی ایشان را از کارشان برکنار کردین، خب چرا کتبا رسما مکتوب نمیتین مثلا کمیسیون مستقل انتخابات را با آقای بریماچ را که شما سر از این تاریخ بنابر اینی فرمان یا این دستوری که رئیس جمهور هم قسم که شما را میگموره بالاخره هم قسم برکنار هم کرده، بنابر اینی دلایل و اعمال کنها هم تکلیف خود را بفهمن. من فکر میکنم که در این بخش کوتاهی و تقصیر میفته باز هم متاسفانه کردن حکومت افغانستان که در این بخش کمیسیون را کمک نکردن، یعنی آنگونه که باید شاید که تکلیف کمیسیون را هم روشن بکنن نکردن. این هم ذم او کمکاری های میشه که متاسفانه به عنوان یک جفا یا به نحو جفاکاری است در حق مردم افغانستان، به خصوص به خاطر از اینکه حالا هر گونه مشکل، هر گونه چالش در فراراه انتخابات بدون شک یک پروسه ملی را خدشه‌دار میکنه. از او طرف
کمیسیون مستقل انتخابات را هم به کارشان صدمه وارد میکنه، کمیشنرا را هم در سردرگمی قرار میدن و اونا هم آنگونه که باید شاید نمیتونن کار خود را پیش ببرن. بنابراین من فکر میکنم که مشخص کردن تکلیف آقای برماچ از مسئولیت های عمده کمیسیون مستقل حکومت افغانستان هست، در کنار از اینکه اونا را تکلیفش را روشن نکردن، از کمیسیون شکایات انتخاباتی هم متاسفانه که هیچ کس صحبت نمیکنه در موردش. اونا هم یک بار که سه نفر معرفی کردن اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی بر رئیس جمهور برای اینکه جایگزین شوند با رئیس دارالانشای فعلی کمیسیون شکایت، پاسخ نگرفتن. بار دیگه باز درخواست کردن که سه نفر دیگه معرفی شوند، او سه نفر دیگه باز معرفی شد، باز هم تکلیفشان روشن نشد. یعنی بعد از اینکه حدود 10-11 ماه، شاید بیشتر 12 ماه میگذره از اینکه کمیسیون شکایت انتخاباتی در واقع کار خود را عملا آغاز کرده، ولی متاسفانه هنوز رئیس دارالانشای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم تکلیفش مشخص نیست. هرچند از اونا همو آدم سابق در واقع کار خود را ادامه دادن، ولی اونا پیشنهاداتی که رفته، طرحهایی که رفته، همونا هم بپاسخ. نهاد شما یا میتونه ارزیابی کنه که چگونگی ها و چراهای این کمیسیون چاست و چرا هر شخص برکنار میشه بدون از اینکه دلیل مشخص یا دلیل بزرگی داشته باشه؟ ما در سطح حکومت افغانستان مدام اشخاص و مقامات را داشتیم که تاکید کردن لفظاً، از سخنگوی گرفته تا معاونین رئیس جمهوری یا معاون رئیس جمهوری و مقامات دیگه، ای که متعهد هستن به برگزاری یک انتخابات شفاف، متعهد هستن به برگزاری یک انتخابات به موقع و در قالب کلمات خوب ظاهر شدن در واقع، ولی متاسفانه عملا آنگونه که نیاز هست مطابق یا متناسب به حرفهایشان و ای که عملشان در تناقض به حرفهایشان نباشه ظاهر نشدن و تعهد خود را و مسئولیت های خود را نسبت به یک پروسه ملی به اسم انتخابات اینا به درستی انجام ندادن. مصداق های عینیش اگر زیاد دور هم نمیریم، همین نزدیک گماشته شدن یا بالاخره انتخاب یا انتصاب یک عضو جدید برای کمیسیون مستقل انتخابات حدود 2 ماه یا 2.5 ماه وقت گرفت. قانونا 1 هفته بیشتر نباید وقت میگرفت و او هم که متاسفانه پروسیجر انتخابشان کاملا خلاف قانون بود. یک مسئله، مسئله دوم که حدود مشخص کردن حدود حوزه های انتخاباتی، چون 12 ولایت برای کوچکسازی حوزه های انتخاباتیش طرحش از طرف کمیسیون مستقل انتخابات 9 ماه پیش رفته برای حکومت، موعد قانونیش هم گذشت. قانون انتخابات افغانستان ماده 36 میگه که 180 روز قبل باید اینا مشخص باشه، او حدود حوزه های انتخاباتی، او هم گذشت، ولی متاسفانه هنوز هیچ خبری ازش نیست، صحبت هم ازش نمیشه، چه برسده ای که یک دفعه پاسخ بگوین که بالاخره این تکلیف از این طرح چی شد. شما 12 ولایت را که برتان طرح کوچک سازی حوزه هایش فرستاده شده، بالاخره قبول میکنین یا رد میکنین یا بالاخره تعدیل میکنین؟ در هر حالت باید پاسختان را روشن بکنین. ببینین اینا مصداق های عینی کمکاری حکومت افغانستان هست متاسفانه. ای که عامل و دلیل اصلیش چه هست؟ واقعا تعهد ندارن نسبت به برگزاری انتخابات، یا ای که بالاخره او اراده سیاسی وجود نداره برای برگزاری انتخابات، یا واقعا مثلا برگزاری انتخابات شاید زینف میکنه حکومت افغانستان رو برای به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری در سال بعدیش، در سال 2019؟ اینا سوال هایی هست که خود حکومت افغانستان باید پاسخ بدن، والا ما به عنوان نهادهای مدنی به خصوص فیفا هیچ گونه دلیل و عامل منطقی را نمیتونیم پیدا بکنیم برای از اینکه چرا و به چه دلیل حکومت افغانستان حداقل موارد مشخصی را که هم قانون انتخابات افغانستان به لحاظ زمانی مشخص کرده که در این محدوده باید مشخص شود و در این چهارچوب باید مشخص شود، فراتر از او عمل میکنه، بهش میپردازه و از او طرف در نظر نمیگیرند، موارد قانونیش در نظر نمیگیرند. شما مثلا او از گماشته شدن عضو جدید، از انتخابش یا انتصابش، از این طرف مثلا او حدود حوزه های انتخاباتی نامشخص است، از اون طرف تکلیف رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات نامشخص است که باز امروز یک جنجال دیگر خلق کرد. همینا از جمله موارد عمده و مصداق های عینی جدی هستند که حداقل دست حکومت افغانستان در همین موارد دخیل است، یعنی قانوناً متاسفانه، چون اونا هستن که بالاخره یک سری طرح‌های عمده کمیسیون مستقل انتخابات، هرچند نامش مستقل است، ولی از طرف باید اونا طرح را باید تصویب و تعدیل یا بالاخره تایید بکنن.
ما در این مورد متاسفانه پاسخ خاصی نداریم، ولی حکومت افغانستان هست که باید مشخص بکنن که چرا همچین کار رو میکنن. این تصمیم حکومت میتونه چه سودی برای برگزاری انتخابات داشته باشه نظر به زمانی که باقی مانده؟ بدون شک سود که به هیچ عنوان نداره، ولی ضررهایش خیلی فراوان هست. ببینین ما کمتر از 6 ماه، یعنی حدود 5 و نیم ماه وقت به انتخابات افغانستان داریم. 5 و نیم ماه این در حالی است که هیچ فرایند حالا قبل از برگزاری انتخابات که باید زمینه بسازه برای برگزاری انتخابات، روز انتخابات، هیچ فرایند انتخابات تا هنوز انجام نشده. مهمترینش ثبت نام رای دهندگان هست. آمار تخمینی هم که داده شده حدود 10 میلیون نفر دوباره باید حالا تذکره دریافت بکنن، چون طرح را که دادن تذکره ورقی باید توزیع شوه و تذکره ورقی در پشت سرش یک استیکر میخوره و اون استیکر شامل معلومات رای دهنده خواهد بود و مشخص کردن حوزه انتخاباتی که رای دهنده در اونجا میتونه رای بده. بنابراین اینا از جمله اقدامات عمده و مهمی است که هنوز تکلیفش روشن نیست. وقتی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان بازوی عملیاتی کمیسیون تکلیفش روشن نباشه، خود کمیشنر که نمیتونه برای کارا انجام بده. بالاخره رئیس دارالانشا به خاطر از این گذاشتن که کارهای عملیاتی کمیسیون رو برنامه ریزی بکنن، تحریزی بکنن در سایه مشوره ها و دساتیر کمیشنر ها در واقع، و بعد اینا عملیاتی شون و اجرا شون. وقتی تکلیف رئیس دارالانشا مشخص نباشه، متاسفانه همین گونه میشه. از او جهت هم هست که کمیشنر ها فشار میارن روی حکومت افغانستان که مشخص بکنه تکلیف یادم را. اگر شما مشخص نمیکنید، ما انداختیم شه بیرون، بر حال کشیدیم شه بیرون، جای کسی دیگه رو جایش مثلا میگذاریم که لااقل مشخص شه و صدای شما هم برای. ببینید در اینی تو یک وضعیت ها هست، یعنی حکومت افغانستان کمیشنرها را هم حتی به گونه مجبور میکنه که اونا بیاین یک کار را انجام بدن تا وادار بکنن حکومت افغانستان صداش برای. این گونه عمل کردن من نمیفهمم، برای من هم بی‌معناست، برای مردم افغانستان هم واقعا بی‌معناست. از او طرف تا کمیسیون مستقل انتخابات ساختار خود را، تا تشکیلات خود را، تا ظرفیت خود را در واقع مشخص نکرده، حدودش را تعیین نکرده، تثبیت نکرده، جامعه جهانی حاضر به دادن پول نیست برای کمیسیون مستقل انتخابات. حالا ما فقط در یک بخش کوچک جامعه جهانی و سازمان ملل حداقل آمدن گفتن که ما یا 89 مثلا 90% بودجه ثبت نام برگزاری ثبت نام را در واقع میتیم، ولی او یک بخشی از انتخابات است، کل فرایند نیست. بنان از او طرف بودجه هم هنوز کمتر از 6 ماه باقی مانده، هنوز بودجه انتخابات مشخص نیست. اینی نابسامانی ها واقعا نگران کننده است. آقای راسخ، قانونا چگونه دوباره باید رئیس دبیرخانه انتخاب شود اگر رسما آقای وریماچ برکنار شوند؟ قانونا پروسیجر ایست که اگر آقای وریماچ برکنار شوند، باید دوباره به اعلان گذاشته شود پست ایشان، و دوباره باید واجدین شرایط توسط کمیشنرها باید ارزیابی شوند، و بعد 3 نفر از بین کسایی که خود کاندید میکنن دوباره برای رئیس جمهور معرفی شوند، و رئیس جمهور از میان همون 3 نفر در واقع یک نفر را انتخاب میکنه، پس دوباره میفرسته برای زیر. نکو مطمئنا یک دوره زمانی را هم در بر میگیره، به این سادگی هم نیست. یعنی دور قبل حداقل از اون جایی که ما بیاد داریم در انتخاب همه بزرگان آقای وریماچ هم یک سلسله چالش ها و مشکلات زیاد پیش آمد. ما امیدوار هستیم که حداقل این دور اونگونه نشه. وقتی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات که حضورش در این مقطع کاری خیلی حیاتی هست برای کمیسیون و انظار عمومی مردم افغانستان، جامعه جهانی در واقع فشار آوردن و میدیدن که چگونه کارا پیش میره، حلقات سیاسی او دونی ما 2 ماه طول کشید. شما تصور کنین که دیگه حالا آوردن رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، فکر کنم شاید همین 5 نیم ماه انتخابات نتونیم برگزار بکنیم، از طرف شاید در 5 نیم ماه بتونیم یک نفر جایگزین آقای وریماچ. پس چون شما هم گفتین کارهای حکومت هم نشاندهی است که ما نمیخوایم انتخاباتی که در زمانی که مشخص شده برگزار بکنیم، پس چه کسی میتونه حکومت وادار بسازه و اینکه روی حرفش باقی بمانه و باید انتخابات برگزار بشه؟ خب حکومت افغانستان مطمئنا در تئوری خودشان هم میفهمند که برگزاری انتخابات تضمین کننده نظم و ثبات در جامعه خواهد بود. یعنی اگر انتخابات را برگزار نکنند، بدون شک ما وارد یک بحران خواهیم شد.
یعنی وضعیت از ای که هست به مراتب بدتر خواهد شد. به دلیل از اینکه حکومت ائتلافی است در واقع، حکومت یا نظام ائتلافی است، یعنی تنها یک جانب و یک طیف نیست که مثلا حکومت تشکیل داده بشه، طیف های مختلفی هستند که حکومت تشکیل دادن و متاسفانه این نارضایتی ها را امروزه میبینیم که مثلا در حال حاضر چه نابسامانی و چه هرج و مرج حداقل در جامعه افغانی به وجود آورده. ببینید یکی از عوامل و دلایلش همین مسئله انتخابات هست اتفاقا. اگر در بطن همین اختلافات مثلا وارد شوند دوستا و خود حکومت افغانستان هم توجه بکنن که مطمئنا متوجه هستن، یکی از عوامل عمده‌ای که امروز باعث این کشاکش های سیاسی خانمان سوز میشه، حداقل که ضرر عمدهش مردم افغانستان پرداخت میکنن، مسئله انتخابات و مسئله تقسیم قدرت هست. ما تا موقعی که قدرت را از طریق انتخابات در واقع برگزاری انتخابات تقسیم نکنیم، از طریق سهمیه بندی و بالاخره مشخص کردنی که کدام چوکی بر تو کدام چوکی بر ما و مثلا چه سهم بر تو چه سهم بر ما، من فکر میکنم که این گونه پیش نخواهیم رفت. یکی از دلایل کلانی که امروزه ما با این چالش مواجه هستیم ایست که ما یک انتخابات بیمار را در سال 2014 برگزار کردیم. خب تمامی ای عوامل امروزه اگر خیلی کسایی پیدا میشن که حکومت مرکزی را مشروعیت نمیتن یا حداقل مشروعیت حکومت مرکزی را زیر سوال میبرن و میگن شما یک حکومت ائتلافی هستید و بلان سهم ما را باید در این مشخص بکنید و در نظر بگیرید و ما بر اساس سهم خود اینجا هستیم. ببینین این حرف ها در واقع ریشه داره در همون برگزاری انتخابات بیماری که در سال 2014 داشتیم. بنابراین انتخابات حیاتی هست، اساسی هست برای از اینکه ثبات را حفظ بکنه در افغانستان، برای از اینکه نظام را حفظ بکنه در افغانستان، برای از اینکه دستاورد های 16 17 ساله بالاخره این کشور را حفظ بکنه و مردم افغانستان را بتونه از بحران و چالش و جنگ و بدبختی نجات بده. ما باید انتخابات را برگزار بکنیم و لازمه برگزاری انتخابات این است که انتخابات باید شفاف باشه. اگر می‌خوایم دوباره به یک سایکل تاریک و سیاهی که امروزه امروش دچار هستیم برنگردیم، خب این انتخابات باید انتخابات شفاف باشه، حداقل که جلوگیری بکنه از خیلی از مسائل و چالش‌هایی که امروزه دامنگیر جامعه افغانی است. بله سپاسگزارم از شما غیر لایق در بحث امروز برنامه آغاز روز و بیننده های عزیز از همراهیتون تا این دم ممنون. تا لحظات دیگر آغاز روز همچنان ادامه خواهد داشت. سلام خدا و سلام خدمت شما بیننده های عزیز آریانا نیوز. بیمشه بینندگان گرامی برنامه آغاز روز، به این قسمت از برنامه که از استودیو هرات تقدیم شما می شود بسیار خوش آمدید. اینجا در استودیو جناب آقای بشیر احمد احمدی سرپرست ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات با خود داریم که نخست حضور شما خوش آمدید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و خدمت بیننده عزیز تلویزیون شما. امیدوارم که چند لحظه که در خدمت شما هستم بتونم لاولای صحبت ها بتونم پاسخهای مقنع به سوالات شما داده بتونم. سر ممنون از اینکه تشریف آوردین. بسر از اینجا با شما آغاز بکنیم. مسئله عدم بارندگی کافی در هرات، حالا که ما نزدیک یک ماه از فصل زمستان گذشتندیم و سه ماه فصل خزان، بارندگی در ولایت هرات بکنی کافی بوده؟ یعنی نیاز کشاورزان میتونه مرفوع بکنی مقدار بارندگی؟ متاسفانه تقریبا میتونیم بگیم دو ماه از موسم بارندگی میگذره، که یک ماه فصل خزان بگیم یک ماه هم از فصل زمستان میگذره. متاسفانه تا اکنون ما 11 میلی بارندگی داریم، که 11 میلی بارندگی بسیار ناچیزه. شما هم بیتر میدونین که هرات تقریبا چند ولسوالی ما، مخصوصا ولسوالی کشک کنه، گران، کشک لباسنگی و قسمت هم از ولسوالی کسان، اینا کاملا تقریبا بین 85 تا 90 فیصد کشت للمی و سلا در ولسوالی ها میشه. متاسفانه تا به همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم این ولسوالی ها، گرچه ما قبل از فصل خزان تقریبا پیش از فصل کشت تخمای اصلاح شده به دست از این ولسوالی ها ما قرار دادیم، متاسفانه به اساس نبود بارندگی تکنون کشت صورت نگرفته. اگر کشت هم صورت گرفته اون کشت از اینا کاملا از بین رفته. خب هنوز تقریبا دو ماه از فصل زمستان و فصل بهار هم پیش رو داریم، امیدواری ها هست
که امید به خدای که بسیار بارندگی بشه. متاسفانه مشکلات دیگه، چون افغانستان یک کشور زراعت و مالداریه، تنها ما اگر به کمبود قلاجات اگر مواجه نمیشین، ما در کمبود میشه که به سبب محصولات حیوانی هم مواجه میشین. امروز اکثرت علفچرها، اکثرت دامنها و تپاها کاملا خشکه. یعنی ما و شما چند روز بعد شاهد زایمان مواشی به خصوص گوسفند و بز در ولایت هرات میشین، و این مواشی هم به اصطلاح به غذای نرم یا به غذای سبز نیاز و ضرورت دارن. متاسفانه اگر شما سر به ولسوالی ها و بزنین میبینیم که تپه ها در دشت ها در سایت علفچری و شما کاملا وضعیت بسیار خشک تا قضانیه، و این مشکل بسیار یک مشکل بسیار بزرگی در پیش رو هست. خب امید به خدای بزرگ که بارندگی بشه تا از این چالش و از این نگرانی مردم ما و دواقیم عزیز ما و مالداره عزیز ما از این نگرانی به صلاح نگرانی ها کم ساخته شه، و تا باشه تا ما یک سال پر سواد و یک سال فراوانی در عرصه زراعت و مالداری داشته باشیم. خب از طرف دیگه اگر همین بارندگی وضعیت بارندگی به همین گونه ادامه پیدا بکنه و ما بارشنده که باران باشیم، چه مشکلی میتونه برای کشاورزا و برای دامدارا ایجاد کنه؟ خب مشکلات بسیار زیاده. شما چند سال پیش شاید از این بیدین که خوشسالی شد، اکثریت کوجهای اجباری به اثر خوشسالی از ولایت غور و بادغیس و ولایت هرات به شهرها آمدن، و این چالش های بسیار ما و شما اگر خدای نخواسته به همین منوال به همین حالت دوام پیدا کنه، در پلو از این شما دیگه مسئله علفی حیوانی شما موجود نیه، اکثرت مواشی به صلاح اینا از بین میره، و در پلو از این هم به کمبود قلاجات کاملا محسوس میشه. چرا که ما و شما ایراتی اگه اصطلاح دارین که مگه با بادغیسات بشد همون سال پوری و فراونیه، چون زیادتر قلاجات به خصوص گندم از ساحات للمی زیادتر به دست میاد. اگر ما و شما به همیت خوشتالی به پیش برین، ما و شما شاهده به صلاح کوجه اجباری بالاخره اقتدار افراد و اشخاصی که در کشت للمی اونا سر و کار دارن به داخل شهرها خواهد بودین، و مشکل مالدارا ما کاملا سخت دوچار مشکل میشن و به کمبود غله هم در اکثریت حالت مواجه خواهد بودین. حالا در کنار هرات خود شما مشاره کردید به اصطلاح قدیمی مردم هرات که کشاورزی ولایت های همجوار مانند بادغیس و غور هم تاثیر داشته بر اوضاع هرات، در اون ولایت ها چگونه است وضعیت بارندگی و اطلاعات شما دارید به اندازه کافی است یا نه، یا مثل هرات به همین گونه بارندگی اندک؟ خب این مشکل خوشحالی تقریبا دامنگیر سراسر افغانستان است، تنها هرات از این محسوس نیه. ما از ولایت بادغیس و به صلاح غور و فرا هم که به صلاح اطلاعات دارن، متاسفانه به او ولایت هم او بارندگی که به صلاح قدر مورد نیاز باشه نداشتن، هم ندارن. خب امید به خدای که به صلاح خدا انجل جلوی رحم کنه یک بارندگی های بیشتر ما و شما در فصول ماهای آینده داشته باشیم. حالا خب چی راهکاری میتونیم روی دست گرفته باشه تا میزان خسارت کاهش پیدا کنه در صورتی که بارندگی کافی ما در ماه پیش رو نداشته باشیم؟ یعنی راه های بدیلی هم هست که بتونیم محصولات کشاورزی از تلف شدن نجات بده؟ خب راه های بدیل وجود نداره، فقط بعد پلان های تدابیری ما داشته باشیم. راه بدیل که اگر ما شما خواسته باشین ساعت کشت لل ما به صلاح بتونین که پس ایره احیا بکنین، این غیر قابل ای کاره. منتها بعد پلان های تدابیری داشته باشه دولت افغانستان، وزارت زراعت افغانستان و مسئولات بین المللی که به صلاح مثل WFP که به که این مؤسسات بین المللی هم بعد آمدگی های لازم داشته باشن. مثلا امروز مالدار ما به مشکل علوفه گرفتاره، بعد ما بتونیم دولت افغانستان برای دورترین نقاط که کوچی ها یا در دورترین نقاط قریجات و ولسوالی ها بعد ما برای از اونها علوفه برسانیم. مثلا اکثریت کسایی که به
کشت للمی سر و کار دارن که سر و کار از اونا که امسال چیزی نشد اونا کاملا خود گریستن. بعد دولت افغانستان یا وزارت زراعت افغانستان که تقریبا مدیریت این بوران های بوده داره میشه که به صلاح ما بتونیم به همون قریجات از اونا در همون روستاها و در همون جا از اونا لاقل برای از اونا مواد غذایی بتونیم برسن، همچنان مؤسسات بین المللی بعد آمادگی کمک روزا داشته باشن. روی این ملحوظ این پلان های تدابیری بعد ما آمادگی ها داشته باشیم، منطقه اگه خواسته باشیم که جایگزین یا جبران این کار رو بکنین بسیار غیر ممکنه، بخاطر دیگه خب برندگی هست در ساعت للمی و خواهی بخواهی خواهی نخواهی سطح ساعت آبی ما هم تاثیرات منفی خود میگذاره. اول آبای سطح لرزی کم میشه، دوم چون همه آبهای سطح لرزی هست از کجا میشه؟ از اساس اون برف و باران و برندگی هایی که در کوها و اینون جمع‌آوری میشه و سلاح میشه، یعنی ما و شما با مشکل کم آبی هم در ساعت آبی هم تمازه مشکلات خواهد داشتیم. یعنی این مشکل کم آبی در سال آینده که کشاورزان خواسته باشن کشت کنن زمین خود برای اون هم مشکل ساز میشه. خب ما آدم بدبین نیم، من کوشش میکنم که به صلاح زیادتر به صلاح به فال نیک ببینم و امیدوارم که هنوز هم ما شما دو ماه از فصل زمستان داریم و اینا یعنی پیشبینی هایی که اگر نشه این چی کارها باید بشه. خب امیدوارم که به صلاح خداوند جل جلاله به صلاح بارانهای رحمت خود شامل حال ما بسازه و این نگرانی و این تشویش نگرانی که همکارای عزیز ما در وزارت زراعت افغانستان و دارقین و مالدارای عزیز ما دارن برطرف بشه. والا فرض بری بدارم که بارندگی کافی در طول دو ماه آینده انجام نشد، تدابیر وزارت زراعت الان شما هایر گفتیم که بعد چه مسائل انجام میشه، تدابیر خود وزارت زراعت و سایر نهادهای حکومتی در این مورد چگونه؟ خب من گفتم که بعد از این حال به اصطلاح ما تقریبا آمادگی ها داشته باشیم برای خوشسالی، لااقل بعد ما در قسمت به اصطلاح مواد غذایی که اکثریت دواقین عزیز ما که به کشت للمی رو آوردن که اونا غذایی ندارن که بخورن، بعد به فکر ازی باشیم که چطور برای اینا ما غذا تهیه کنیم در مناطق خود اینا در جای خود اینا که اینا دیگه مجبور نشن به کجا اجباری، مثلا مسئولات بین المللی در یک قسمت و ما در قسمت خب زمانی که مالدار میگن مالدار و خودش تنها نیست دیگه، خب غذا و مواشی هم داره، بعد ما تقریبا آمادگی برای تهیه غذا برای حیوانات از اونا هم داشته باشین تا بتونن اونا در همون مناطقی که هستن در جایی که هستن لاقل همین سال پشت سر بگذارن و این چیزها باید آمادگی های لازم باید داشته باشین. حالا در پیش ازی در سالهای گذشته هم چنین موارد ما داشتیم که با کاهش میزان بارندگی روبرو بشن کشاورزا و دامدارا و در اون زمان با این مسئله چگونه برخورد؟ خب با اون زمان هم تا حد توان دولت، تا حد توانی که به اصطلاح وزارت زراعت افغانستان داشت، تا حد توانی که مؤسسات بین المللی داشتن، در مجموع ادارات دولتی افغانستان هر یک به نوبه خب همو کارهایی که مربوط به اینا میشد انجام دادن، یعنی همو کمک هایی که مربوط توانستن که جذب کنن برای همون مردم رساندن. خب حالا کم این سالهای گذشته که به صلاح به این مشکل بود پلان های تدابیری دولت افغانستان دارن، یقین دارم که پلان ها چون در سطح ملی میشه، تنها ولایت هرات یا چند ولسوالی محدود ولایت هرات نیه که از خوشحالی رنج ببرن، البته در اکثریت ولایت افغانستان این مسئله و این مشکل هست، حتما من یقین باور کامل دارم که زعمای کشور ما و شما پلان های تدابیری در این عرصه دارن روی دست دارن و ما هم به نوبه خود تلاش خواهد کردیم تا بتونیم راه ها و جستجو کنیم که چطور بتونیم ما مالدار خود کمک کنیم، چطور بتونیم دهقان للمیکار خود کمک کنیم. بزرگ اساس تلاش ها جریان داره و امید به خدای بزرگه که به این حالت ما و شما مواجه نشین. امروز فصل کشت للمی ما تا 50 روز دیگه به ایراد وقت دارین، هم تخم اصلاح شده کاملا به دسترس دارقین عزیز ما رسانده شده، امسال ما تقریبا اضافتر از 1100 میترکتون ما در ولایت ایراد تخم اصلاح شده هم للمی و هم آبی توزیع کردن و تخم للمی فعلا به پیش خود دارقین عزیز ما موجود هست. اگر بارندگی ما تقریبا تا 10-15 روز دیگه هم داشته باشین میتونن اینا کشت بکنن. تا
تقریبا اینا میتونن که همون تخمی که به سس دارن اینا پس همون ساعت للمی خدا پس کش کنن و انشالله از این مشکلی که بسیار فعلا ما و شما تشویش و نگرانی میکنین برطرف شید تشویش و نگرانی و خدا بزرگ من یقین و اطمینان دارم که حتما مادرهای پیچ سفید ما به نصف شای ناز تجد میکنن و دعا میکنن و جوانای عزیز ما همچنین دعا کنن و خدا بزرگ این مشکل و این چالشی که به صلاح سر راه ملت مظلوم ما هست خدا انجلی برطرف کنن. گرچه اگر ما موجودات دینی برگردن اگر گناه دارن آیا همین نباتات هم موجود زنده است، اینا هم با آب ضرورت داره، حیوانات هم همچنین و خدا هم به تفیل روی نباتات و حیوانات و که اینا هم نیاز دارن. ما یقین و باور کامل داریم انشاءالله که این چالش مشکل برطرف میشه. بسیار شکر. در واسه مسئله زعفران هم سر شما صحبت کنیم، چندی پیش آزمایشگاه زعفران در هرات گشایش یافت، در مورد آزمایشگاه شرط توضیح بدین که چقدر سهولت میتونه برای زعفران هرات ایجاد کنه. خوشبختانه هرات پایتخت زعفران افغانستان میتونیم بگیم، تقریبا میتونیم بگیم که بلندتر از 95% تولید زعفران در ولایت هرات صورت میگیره. مجموعا به اساس سروی که ما تقریبا در همی اواخر داشتیم، سروی خانه به خانه داشتیم، اضافتر 5000 هکتار سطح کشت زعفران در ولایت هرات بود و تولید امسال ما هم بلندتر از 10 تن ما تولید داشتیم و در سالهای گذشته داقین عزیز ما یک سری چالش ها و مشکلات های در قسمت امراض و آفات پیاز زعفران که در مزرعه از اینا بود، اینا چالش ها و مشکلات های داشتن. بنابراین وزارت زراعت افغانستان تصمیم گرفتن تا به این مشکل بعد ما پاسخ بدن، بعد پاسخگوی باشیم به مشکل عزیزای خود که یک لابراتوار بسیار مجهز تقریبا ارزش بلندتر از 50000 دلار آمریکایی بود که صرف ما در قسمت آزمایشگاه در قسمت امراض و آفات زعفران، البته این رسما توسط جلالت ما محترم ولیس ولایت هرات افتتاح شد که البته دقیقه ما مشکل راجع به امراض و آفات پیاز زعفران که داشت ندارن و در پلی از ما دو سه لابراتوار دیگه هم داریم. یک لابراتوار باید در قسمت کنترل و کیفیت زعفران داره که این هم تقریباً به ارزش 4 لک دلار کاملا سرمایه گذاری شده. این لابراتوار کاملا فعاله و تکنیشن های بسیار خوبی هم ما داریم که تقریباً 18 تست در خود ولایت هرات انجام بدن که تست رنگ و تست بوی و تست طعم و یعنی از کیفیت زعفران هرات کاملا تصدیق میکنه که این هم قبلا یک چالش ما داشت، چالش ها داشتیم که این چالش ها هم کاملا برطرف شده. ما دیگه انشاءالله دیگه اوتو مشکل در قسمت امراض و آفاتی که در پیاز زعفران زمان کشت تغییر میشه بیتونی آزمایشگاه دارین و در قسمت وقتی که محصول به دست میاد ما بیتونی آزمایشگاه دارین که میتونیم که کیفیت زعفران خود کاملا تشخیص کنین، بعدم سرتیفیکیت داده شو بیرون از افغانستان صادر بشه. روی هم رفته وضعیت زعفران در ولایت هرات ما بسیار خوب توصیف میکنن و امسال داقین عزیز ما از بابت فروش پیاز زعفران، از بابت فروش زعفران بسیار عواید بسیار خوبی به دست آوردن. واقعا بسیار اگر شما در ولسوالی های قوریان و پشت زرقوم و ولسوالی ها این ولسوالی های شما سفر کرده باشین، حتی کارگر ماهر یا کارگر زراعتی هم پیدا نمیشد. یک کارگر به 700 افغانی یک روز رسیده بود، یعنی فیروز 700 افغانی یک روز کارگری رسیده بود. این چی بود؟ این بود که در قسمت زعفران زیادتر که مردم تلاش داشتن و وضعیت بسیار یک وضعیت خوبی پیش میره و وزارت زراعت افغانستان هم زیاد فوکس کرده چون نباتی هست که نبات بسیار بعدش نباتی هست که بالاخره ما میتونیم پول از بیرون بیاریم. بنابراین وضعیت زعفران در ولایت بسیار خوبه. و امسال از این امسال خوشبختانه بگم که تقریبا اضافه تر از 420 میلیون افغانی در عرصه زراعت در ولایت هرات سرمایه گذاری شده که ما میتونیم از 30 طریق این سرمایه گذاری از طریق بودجه انکشافی خود وزارت زراعت افغانستان و از طریق برنامه های وزارت زراعت افغانستان و از طریق مؤسسات بین المللی که در ولایت هرات کار میکنن در عرصه های مختلف سرمایه گذاری شده. مثلا ما دهها بند آبگردان، دهها
امار کانال های آبیاری ساخته شده، کشمشخانه های بسیار استاندارد ساخته شده، گلخانه های بسیار معیاری ساخته شده که امروز شما شاهد از هستین که 95% ترکاری و سبزیجاتی که شما در بازار محلی هرات میبینین کاملا از گلخانه ها خود شما به دست میه. یک وقت شما شاهد از بیدین که ترکاری و سبزیجات کاملا از کشور ایران و پاکستان به ایران میاد. امروز خوشبختانه که تولیدات خود رو ما شما مصرف میکنه. حالا یک مسئله که در گذشته وجود داشت این که زعفران هرات و زعفران افغانستان به دلیل نبود گواهینامه‌های بین المللی به کشورهای دومی و سومی میرفت و در اونجا بسته‌بندی میشد، اما گواهینامه کسب میکرد باز به نام کشورهای سومی به بازار جهانی عرضه میشد. این آزمایشگاه و آزمایشگاه مانند این که ایجاد بشه چقدر خود شما خوشبین هستین که بتونیم ما گواهینامه بین المللی کسب بکنیم و همین زعفران افغانستان به نام خود کشور و با مو گواهینامه بین المللی با بسته‌بندی های مدرن بدون مستقیم به کشورهای بازار جهانی عرضه کنیم؟ خب این قدم اول بود که ما برداشتیم که فعلا نمی قدم اول برداشتیم که چالش های مشکلات داقی نبرد طرف کردیم. در پلازو ما چندین شرکت تا این سرتفکیت ازو و سوادن چندین شرکت هم ما در پلازو که مستقیم با دقان کار میکنن با در پلو ازو حمایت از سکتور خصوصی هم انجام میدن که چند شرکت امسال 6 شرکت به این سرتفکیت ازو و سوادن. یعنی ما دیگه از این به بعد انشالله دیگه زعفران افغانستان با آرم و استاندارد و سرتفکیت خود افغانستان انشالله به بیرون از افغانستان صادر میشه، همین لازم صادر میشه و صادر هم خواهد کرده. چون در کشورهای تبسی وفته حالات سنتی کشاورزی دیگه خارج شده، بیشتر دید بازرگان ها و سرمایه گذار ها به کشاورزی دید سرمایه گذاری است. در این مورد کلا شرکت هم گواهینامه ایزور بلا سوالن چقدر خوشبین هستین که بتونن تجارت زعفران و کشتکار زعفران رونق پیدا کنه پیش از گذشته؟ در من یقین و باور کامل دارم که وضعیت بسیار خوبه، بخاطر اینکه زیادتر از 20 شرکت زعفران فعلا در هرات فعالیت میکنه و در بلای دولت افغانستان هم اینا کاملا کمک میکنه و امروز تمام تسهیلات هم برای شرکت ها از طرف دولت افغانستان برای اینا فراهم شده و من یقین و باور کامل دارم که دیگه زعفران افغانستان به نام زعفران کدام کشور دیگه بازارهای جهانی نخواهد رفت. و شما در طول همین چندین سال شاید از این بودین که در نمایشگاه بسیار بزرگ بین المللی زعفران افغانستان مقام اول کسب کرده و مقام اول هم ایتون نبوده که به سلام مفت اینا کسب کرده باشن. اینا همه از زحمت کشی خود داغین افغانستانه، چون از نظر عقلی ما و شما بسیار به موقعیت خوبه چون قرار دارین و در پلازو چون زعفران افغانستان ارگانیکه، یعنی ما تقریبا خاکای افغانستان قدر به مواد کیمیایی ملوث نیست چون ما اون بودجه و امکانات داغین عزیز ما ندارن که کود کیمیایی زیاد استفاده کنیم. تقریبا میتونیم بگیم که کیفیت زعفران افغانستان همین اکنون هم جایگاه اول داره. امیدوارم که ما بتونیم همین جایگاه خود تا آینده به سرای رفت کنیم. خود هرات هم شما اشاره کردین که قسمت عمده زعفران کشور در هرات تولید میشه و کشت میشه. چقدر نیاز است که مسئولین وزارت زراعت توجه بیشتر به مسئله کشت زعفران در هرات داشته باشن حالا نسبت به دیگر ولایت هایی که گیاه در اونجا کمتر کشت میشه؟ خب وزارت زراعت افغانستان تقریبا برنامه بسیار وسیع دارن در هرات، چنانچه یعنی آزمایشگاه زعفران میتونستن به مرکز ایران انتقال بدن. ای از کجا شد؟ یه بودجه کشفی خود وزارت زراعت افغانستان بود که گفتن هرات پایتخت زعفرانه، بعد این آزمایشگاه هم همینجا باشه. حتی ما به شدید جشنواره های گل زعفران نمایشگاه هایی که داشتیم در قسمت زعفران کاملا وزارت زراعت افغانستان هرات انتخاب میکردن چون بیشترین مولدین و تولید کننده ها ولایت هرات هست. بنابراین شکل زونبندی هم شده، مثلا زعفران به هرات خوب نتیجه میده به صلاح هرات بعد فوکس شه و دیگه نباتی که به صلاح مثلا به صلاح میتونیم بگیم که کنجد به سمت شمال خوب نتیجه میده اونجا، مثلا پخته هلمند خوب نتیجه میده، سر از اون نبات بعد فوکس شده. فعلا این برنامه های بسیار وسیعه و در پلو از این زعفران ما شما میوه‌جات دیگه هم داره مثل انگور به صلاح نتایج خوبی داره که پروژینگش رو باغ داریم. ما شما بسیار به صلاح خوبی ما شما دارن. ما شما 4000 باغ تجارتی فعلا دارن، قبلا باغ های لوکل محلی بود
امروز تا 2-3 سال دیگه با خاک برابردی سپرده شه با شما شاهد خواهد بودین. مثل زعفران که امروز ما آهسته آهسته قدم های ابتدایی خور میدانیم برای صادرات ازی، باز ما شما شاهد ازی بودیم که از باغ های تجارتی که در ولایت هرات 2-3 سال بعد ما شما میوه‌جات هم بیرون از افغانستان صادر خواهد کردیم. چون وقت برنامه بسیار اندک مون چیز در حدود بیشتر از 2 دقیقه وقت نداریم، چقدر میتونه همکاری بازرگان ها و سرمایه گذار ها با کشاورزها زمین ساز افزایش کیفیت محصول و در نهایت صادرات به خارج از کشور باشه؟ خب لازم ملزوم یک دیگر خوشبختانه بگم که این ظرفیت و این توانمندی هم به سکتور خصوصی هم به تولید کننده ها هم به همکاران ما در عرصه زراعت هست و همیشه اوقات با تفاهم حرکت میکنه. چنانچه ما یک کنفرانس به کابل که 19 میلیون دلار از طریق دفتر افو با ولایت هرات در عرصه ارزش زنجیری و مصرف میرسه در روز غرب افغانستان که ولایت فرا و غور و بادقیس و نیمروز هم هست، 19 میلیون دلار سر ارزش زنجیری. البته به این ارزش زنجیری چیه؟ از تولید کننده الی مارکت اینا کار میشه. روی هم گفته برنامه های بسیار کلان، برنامه های بسیار روسی وزارت تجارت افغانستان بخصوص در حوزه غرب افغانستان دارم که این یک نوید بسیار خوبه برای مردم افغانستان خواهد بود. در اخیر اگر یک جنبندی داشته باشم از صحبت های که تا کنون شدی که کاهش بارندگی ها و میزان اندک بارندگی ها چقدر تاثیر میتونه داشته باشه بر زمین های کشاورزی حالا ببیجه زعفران و چه راه کار برای پیشگیری از و برای رسیدگی بیشتر به کشاورزا وجود داره؟ در حد یک دقیقه ما بیشتر و ما بسیار دیدگاه بلند دارم. امیدوارم که به صلاح این بسای که ما و شما کردن راجع به خوشسالی و پیشگیری هایی که ما و شما کردن این کاملا به صلاح غلط بیرون شد، بخاطر از اینکه امید به خدای بزرگ که باران های رحمت الهی سرازیر شد که مردم ما این تشویش نگرانی دیگه نداشته باشن و ما هم پشت تلویزیون استاد نشیم که راجع به مشکلات خوشسالی و این چیزها ما صحبت داشته باشیم و یقین و باور کامل دارم ان شاء الله به توکل خدای بزرگ که چالش برطرف میشه و در مجموع مسئولات خود جمع کنم. وضعیت زراعت با 5 سال پیش قابل مقایسه نیه. وضعیت زراعت افغانستان بخصوص در ولایت هرات روز به روز ساعت به ساعت در حال انکشافه. بسیار ممنون از شما جناب آقای عزیز که تشریف آوردین به استودیو. تشکر، زنده باشید. بسیار ممنون از شما بینندگان گرامی که تا این دم بیننده برنامه از استودیو هرات بودید. اکنون دوباره به استودیو مرکز باز میکردیم. وقفه را از کابل تماشا کنید و پس از آن ادامه برنامه آغاز روز را از شبکه آریانا نیوز دنبال کنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار. بیا هم د آغاز روز خبرونه دوام ته راغلاست. ډیر خلک منندن کو ولسمشر غنی یو ځل بیا له پاکستان سره د هر اړخیز خبرو غوښتنه کړې ده. ولسمشر وی دا ځل د پاکستان د افغانستان د سولې غږ ته مثبت ځواب ورکړ. پرته له دې هر چا ته روښانه ده چې لستونی کمار ساتنه څه عواقب لري. ولسمشر وی راتلونکي کې د افغانستان په هکله څو غونډې ترسره کیږي او په خبره یې دې ناستو کې به د افغانستان اندېښنې مطرح. پر همدې موضوع باندې بحث لرو. له بحث څخه مخکې راځي په دې اړه چمتو شوی رپورټ وګورو، بیا به وروسته خپل بحث ته دوام ورکړو. صلح گره پیچیده ای که در 16 سال تلاش دوامدار اجگا باز نشد. شورای صلح در رایزنی تازه با جامعه مدنی، جوانان و علما قطعنامه ای را برای باز کردن این گره آماده کردند که مبارزه با فساد، پایان زورگویی ها، قطع اقتصاد جرمی، نهادی نشدن فرهنگ مردم سالاری و کاهش فقر است. آقای غنی در این مراسم بر حاکمیت قانون و عدالت و نقش علما تاکید ورزیده، بار دیگر از پاکستان خواست که اقدام به مذاکره عامه جانبه کند. حمایت از نهادهای غیر قانونی، از نهادهای مسلح پس مثل ما راستیم مورس و افغانستان و پاکستان با هم موجب رفاه منطقه شده میتونه. صدها میلیون نفر به رفاه رسیده میتونه. در کنار مداخله پاکستان و حمایت این کشور از لانه‌های امن عراس‌افگنان، پایان ختم اقتصاد جرمی و مافیایی که عراس‌افگنان را تمویل می‌کند، انتظار دیگر رئیس جمهور غنی است. ما مقابل ثروت اساسات نداریم. حضرت خدیجه رضی الله عنها کلانترین تجار کل عربستان بود.
اما ثروت مشروع که در خدمت مردم قرار بگیره، نه ثروت مافیایی، نه ثروت جرمی. فتوای علمای دینی پاکستان بر ختم حملات انتحاری و انفجاری ظاهرا رضایت رئیس جمهور غنی را برآورده نکرده و میگوید این فتوا نباید تنها به یک کشور خاص باشد. چه فتوای اسلام ده تعبیر په یو مملکت باندې محدودگی دا خصوصیالیزم نه ده چې ستالین په یو مملکت کې محدود کړ. د اسلام نړۍ نړیوال ده، ټول نړۍ د اسلام نیسی. برگزاری چند نشست مهم جهانی که افغانستان نیز شامل آجندای آن می باشد مورد دیگر است که آقای غنی بر آن اشاره می کند. رئیس جمهور غنی می گوید در این نشست ها خواست های افغانستان مطرح خواهد شد. بر همدی موضوع بنده بحث لرو لزن سر بسیدو که در افغانستان در زبانان و مدنی طولن مسئول فردین فدایی لزن سر لرو چه نور بست بلد سر ایدم آکلو فدایی سیب سر میشه سیدو دو خیر اقلیم. فدایسی په پیل کې کوی چې د افغانستان د سولې پر وړاندې پرتې ستونزې په نړیواله کچه او په سیمه دننه څه دي؟ سلامت بخیر باشین. سلام به شما تقدیم میکرم از طریق تلویزیون جهانی آریانا نیوز به همه ملت افغانستان. سلامت اوسی. خب صلح خاص هر شهروند هر سرزمین است. متاسفانه که تا هنوز ما خب دمی یک مدت زمان گذشت آقای خپلواک که در رأس ریاست دارانشای شورای عالی صلح قرار گرفت با افهام تفهیم خوبی با مخالفین که کردن و با آوردن آقای حکمتیار و برنامه منطقی در وقتا شروع کردن، اما در یک زمان در زمامداری آقای کرزای شورای عالی صلح مثل یک کار عملیش هم ما ندیده بودیم، بجز از این که وعدهای بسیار کلان داده می شد، صحبت ها با مخالفین می بود با نمایندهشان از نماینده طالبان، متاسفانه که اونا از بند وقتی که رها می شدن در بعد از اون ما رو چیز نمی دادن و ما شاید هیچ وقتی را فراموش نمی کنیم در روز عید قربان در زمامداری آقای کرزی رهبران طالبی که برادر و پدر و مادر و خواهر ما و شما را به شهادت رساندن اونا رها شدن. خوشبختانه حالا با روی آوردن همین یک تعداد چهره جوانی که در شورای عالی صلح است و با صحبت های بسیار منطقی با مخالفینی که می داشته باشند با نمایندهشان امیدواری پیدا شده. ما میگیم که پول بسیار گزاف بودجه خوبی در اختیار شورای عالی صلح قرار داره، اما باید کارهای عملی صورت بگیره. امروز اگر دشمن ما را جواب دندان شکن میتن با سلاح با ما مبارزه میکنه، ما مجبور هستیم جواب دندان شکن با اونا داشته باشیم. شما ببینید دشمن بسیار یک کتله کوچکی است. ما 352,000 نیروهای امنیتی و دفاعی در افغانستان داریم. این که یک تعداد محدودی که طالب و داعش نامگذاری شده به نام داعش و طالب در ولایت‌های هلمند و ننگرهان و اکثریت ولایت‌های ما ناامن است، اگر اینا با ما صلح ندارند دیگه ما نمی‌تونیم که ما توقع صلح نداریم. شورای عالی صلح همین است که مخالفین اگر بیان آقا شما برای از دونا باز است، بیان با حکومت وحدت ملی یک جا کار بکنن زیر چتر اینمی حکومت به نام وحدت ملی باید فعالیت ها رو شروع بکنیم. اینمی وطن ما هم هست از او هم هست، اما بیاین از این موضوعات که ما را روز به روز دشمن ها پارچه پارچه بسازن. شما شاید یک تعداد از اینا با صحبت های آیس های پاکستان اینا گوش بدن، یک تعدادش با صحبت های سپاه پاسداران ایران اینا بادارایشان هستن. بیاین که از این موضوعات به این وطن حیثیت مادر داره، به این وطن تان خدمت کنید، من فکر کنم افتخار همه چیز نصیبتان خواهد شد. در سول ببرخه که در زمانان و مدنی طولان رول چنگ ارزاوی؟ در شورای عالی صلح در قسمت صلح برتان در جمع بگویم که نقش جوانان و نقش جامعه مدنی بسیار ارزنده است. بسیار چوب هر فعالین مدنی با رسانه بسیار رابطه تنگاتنگ داره و صدای خود را میتونه بلند بکنه و در قسمت صلح بسیار کمک میتونن بکنن. در بخش مثلا بخش های ورزشی جوان ها میتونن که مسابقات ورزشی تحت نام صلح که ما یک سال گذشته داشتیم تحت نام صلح هدف ما مشابه ساختن مخالفین دولت بر پروسه صلح بود و جوان ها که در هر اداره ای که باشه بدون صلح اگر در هر اداره باشه میتونن اداره را روز به روز از فساد بیرون کنه و اوج فساد در حالت کاهش بیه و در یک زمان یک مدت زمانی ضرورت است که امو اداره باید از بگونه بسیار جدیت فساد باید بیرون شود. اما متاسفانه که یک تعداد جوانای ما
یک تعداد زیادی جوانای ما ناراضی است. خب اونا مشکلات سه موضوع بسیار عمده است. فقر و بیچارگی جوانان ما وقتی که کار و وظیفه ندارن و کار و اهل کار وقتی که سپرده شده هیچ مشکلی نداریم و 3.7 میلیون معتاد داریم در سطح افغانستان. این در حالت افزایش است. بله. و روز به روز ما را رنگ دادن میرن. شما باور داشته باشین که از طالب دایش کرده این کسایی که معتاد میشه و ما ضرر زیاد است. به خاطر از اون که میتونه که همه عمو گرد گوشه خود را، منطقه خود را، خانواده خود را رو وارا تشویق میکنن به مواد مخدر و یک تعداد وقتی کشور را ترک میکنن و یک تعداد محدود شاید به مخالفین بپیوندن، به دلیل از این که امروز وقتی که یک جوان ما برای یک اداره مراجعه میکنن، اولین گپ او اداره ای نباشه که بگن شما در کدام تنظیم هستین، بله، با کی کمپاین کردین، از کدام ولایت هستین، زبان دری است یا پشتو است، ازبک است، این موضوعات اصلا در جای سوالی نباشه. بله. اگر ما بخوایم که یک حکومت واقعا مشروع و که امو شگافایی که بین دولت و جوانان ایجاد شده، چون یک کتله بسیار بزرگ از سرزمین ما جوانا هستیم، بیشتر از 68% نفوس جامعه را جوان تشکیل میدن، بالاترین مشکلات سر راه جوانا هست. بله. از سنین 18 الی 25 سال ما 50% جوان داریم. درست است یک معینیت جوانان هیچ کاری کرده به گونه درست اگر ما بگیم، بله، ما کار آقای سادات تا نسبتا ما تایید میکنم، به خاطر از این که اونا بودجه در اختیارشان قرار ندارن. یعنی فکر کنم یه وزیر بودجه سونز ده اپ کومبل لامل هم لري. خب، مسئله بسیار عمده و اساسی است که اداره جوانا باید مستقل شود. بله. مدیریت تفتیشی در این اداره باید ایجاد شود. به دلیل از این که میگیم مدیریت تفتیشی، یک جوانی را ما از چهار گوشه کابل فکر نکنیم، از ولسوالی‌ها فکر نکنیم، از نواحی شهر کابل فکر نکنیم. جوانایی که از ولایت بدخشان، از ولایت هلمند، از قندار، هرات وقتی که به مرکز مراجعه میکنن، نمایندهش که در پارلمان خانه ملت است، صدایش گوش نمیکنه، گوشش جواب نمیده، نمیپذیره. خب این با کدام در بره؟ این با میگم با می در بره که اینمی اداره جوانان به نام وزارت جوانان باید باشه، مه، یا ریاست جوانان که تا بتونه مشکل خود را مطرح بسازن، باز بتونه اینمی اداره با امو وزارت یا ریاست. یک جوان است مثلا فارغ 12 به جای لسانس میره استخدام میشه. خب ما دیگه امیدوار از این نیستیم که فساد گم شوه. وقتی که کار میگیم به اهل کار سپرده شوه، باید ما کارهای عملی را انجام بده. یعنی تاسو وایئ چې پر ټوله کې د ځوانانو لپاره کوم موینیت شتون لري؟ تر دې باید ادارې زیات شي ورته، یعنی دا کافي نه دی په اندازه چې باید کار وکړي؟ نه دی کړی. موینیت ځوانانو ته یک اندازې کار کرده، ما ازشان استقبال میکنیم. مثلا پارلمان ځوانان ایجاد کردن و یک پارلمان آموزشی بوده، سفرهایی داشتن که ما هم دو هفته قبل در کشور هندوستان کنفرانس صلح بین 70 کشور بود، اینکه خوشبختانه سفیرای صلح در اوج انتخاب شدیم. اما اداره که به خاطر از این میگه مستقل، بودجه که وقتی که در اختیار یک اداره نباشه چطور میتونن کارهای عملی را اینا انجام بدن؟ در قسمت ظرفیت جوانان اینا کار کنن، در قسمت ولایت های مختلف باید کار کنن. وقتی که بودجه در مرکز بود، در ولایت ها باید اداره هایشان بسیار بگونی اساسی و بنیادی اینا کار عملی را شروع کنن. حالا ما بالاترین رأس نسل جوان ریخ بر آقای غنی و عبدالله، بالاترین مشکل سر راه ما جوان ها هست. ما در قبال دولت خود به هیچ چنون نمیخوایم منفیگرا باشیم، اما ما را ناچار میسازه. من که وقتی که یک جوان خود را میبینم برای یک اداره مراجعه میکنن، او بیچاره مایوس پس میبره، به خاطر از این که او با یک تنظیم روابط ندارد. خود جناب رئیس جمهور و دکتر عبدالله رئیس اجرا شخصای بسیار خوبی است. یک تعداد افراد اشخاص در گرد گوشی از ایناست، یک تعدادشان که ناکاره هستند، نمیتونن مشوره فدیش را بشودید. چه تاسو زایگاه صدای د کوم مدني حرکتونو چې تاسو کوي د خودنه نه په خارونو کې محدودي په لرو پرتو سیمو کې چې خلک هلته دونه ستونزې دي او مشکلات دي یا امنیتي یا له هره پلوه، هلته تاسو څنګه خپل نقش خلکو ته ښکار کوي او کوم برنامه چې تر لاسه لاندې لري هغوی سره شریکوي؟ یک مکس کوتاه به خاطر موضوعات امنیتي، چون ما در یک حالت جنگ هستیم و بخصوص کابل که بالاتر از 6 میلیون نفوس در زندگی میکنن، بخش دیپلمات نشین داریم و وزرا و بالاخره سفارای کشورهای مختلف در اینجا بود باش میکنن. ببینید کابل چقدر مشکلات داره. بله. من فرمانده پلیس کابل را ملامت نمیکنم، به دلیل از این که در بعضی حالات‌ها اینا خودکفا نیستن. بله. در کار پلیس زون 101 آسمایی کابل، در کار گارنیزون کابل، فرقه 111، بخش امنیت ملی ما دخالت صورت میکنن، به دلیل از این که اینا اگر وقتی که یگام روزی که واقعا شایسته کار است، اینا
آل یک پروسی را روی دست گرفتن، بسیار یک پروسی اساسی را که هر کسی که شایستهش باشه برای در وزارت امور داخل امتحان بتن و اگر شایستهش بود کامیاب میشن باید در وزارت را که خوش کردن در اون ببخشین آمری توضیح را که خوش کردن اینا میرن آمر عوضا میشن. اما در بعضی حالت ها یک قماندان طوله از 10 سال در یک جا ایفای وظیفه میکنن، یک کسی دیگی است که بود باش هم در کابل است، تولد کابل است، اما اینا در ولایت های بسیار جنگ است. بله. امیدوار هستم که وقتی که اینا تغییر تبدیل بشه اینا دیگه واسطه و وعید نکنن. خب. یا یک شخصیت سیاسی یا یک کسی دیگه. در این قسمت هر بخش ما را برتان میگم. بله. نماینده مردم در خانه ملت فشار وارد ده هغه مسائل دي چې د امنیتي ارګانونو پر تړاو لري. تاسو د خپل نقش په اړه وایئ چې په لور پرتو سیمو کې خلکو سره څنګه دغه موضوعات شریکوي، کوم نقش چې تاسو د سولې په برخه کې لري؟ تېره ورځ ولسمشر سره هم تاسو په دې برخه کې وویلدل چې سولې په برخه کې به څومره همکاري کوئ له دیني عالمانو سره یا له حکومت سره؟ د این موضوع د این نشست که رئیس جمهور بود متاسفانه که ما در کابل حضور نداشتم، گرچند خبر بودیم اما حضور نداشتیم، اگر نه ما تشریف می بردیم. یک موضوع دیگه که ما در قسمت سال برنامه‌ای داشتیم. بله. چه برنامه لیر دغه من که رانه واچوی؟ مسابقه دوش را یاد کردم بین 500 جوان. بله. هدف ما مشوق ساختن مخالفین دولت بر پروسه سال بود، از نام سال برگزار شد که بسیار تدابیر امنیتی هم به گونه درست گرفته شده بود. فیلم های کوتاه در قسمت سال داریم. موضوعات که ما چطور میتونیم با دشمنان یک تفاهم خوبی داشته باشیم یا اونا را دعوت کنیم، مذاکرات باشه، یک فیلم کوتاه هنری شاید از آدرس ما ساخته شود. در قسمت ورزشی ما برنامه متعدد داریم، در شاید مسابقات برنامه یا دغه فلمونه یوازې دلته په مرکز کې خلکو ته کار کوي او که په لرو پرتو سیمو کې هم هلته امکانات لري؟ برنامه ورزشی را که ما سال گذشته برگزار کردیم از آدرس از نام سال در کابل بود، اما میتونیم در ولایت هایی که ولایت پکتیا نماینده ما فعالیت خوب دارند، ولایت بادغیز دارن، غور دارن و انقریب شاید در ولایت هرات و فاریاب ما در روز نمایندگی خود را افتتاح بکنیم و بعد میریم به طرف ولایت ها. اما ما مشکلات اقتصادی داریم. بله. وقتی که یک برنامه برگزار میشه طبعا پول ضرورت است. پیشنهادهای به شورای عالی صلح داریم، امیدوار هستم که اونا با ما همکاری بکنن. سوکت اثر اتروس پدی برخه کی مرسته کوي؟ ما خود ما جوانا گرد هم جمع شدیم. بله. و عقل زیاد داریم و عقل زیاد عقل شمول داریم، از اون ما مصرف خود را میکنیم به بسیار به گونه اساسی و راحت هستیم. اما در قسمت برنامه‌ای که برگزار میشه مثلا ما فیلم کوتاه داشتیم، پیشنهاد به وزارت مبارزه علیه مواد مخدر داشتیم، پیشنهاد به وزارت امور زنان داشتیم، اولین فیلم فرخنده از آدرس ما ساخته شد و فیلم کوتاه هنری به نام زندگی دوباره در بخش مواد مخدر بود، فیلم کوتاه هنری در بخش موضوعات نیروهای امنیتی، نیروهای دلیر امنیتی بود که اینا را گفتیم تا رویشان قوی شود در مقابل دشمنان به گونه درست جنگ کنند. دیگر این پیشنهادات ما مثلا مسابقه‌ای که پیش رو داریم، برنامه‌ای که در قسمت موضوعات صلح است و ما یک نتیجه خوب بگیریم، پیشنهاد بر شورای عالی صلح قریب شاید بر ما روان کنیم، امیدوار هستم اونا تایید کنند چون بودجه در اختیارشان است ما بتونیم یک برنامه پاتیر کوم دغه پروګرامونه په کومه کچه او اوس د نوی حکومت رئیس دغه پروګرامونه په کومه کچه دي؟ برنامه‌ای که فعلا ما روی دست داریم همه اقشار جامعه را مد نظر میگیریم، به خاطر ژورنالیست‌ها ما برنامه تشویقی داریم، تقدیر و حمایت از ژورنالیست‌ها و رسانه‌های محترم، تقدیر و حمایت از نیروهای دلیر امنیتی که سالانه ما 5 بار 6 بار برنامه به خاطر نیروهای امنیتی می داشته باشیم. در اوایل این سال ما اولین پیشنهاد ما برای رئیس جمهور بود که ما چارایی یا جاده‌ای به نام قوای مسلح افغانستان نداریم. بله. چون وقتی که قوای مسلح میگیم همه اقوام در این نقش دارن، از پشه و نورستانی و تاجک هزار همه اقوام. خوشبختانه که رئیس جمهور بسیار با جدیت گفت نه تنها در کابل، در هر ولایت افغانستان باید چارایی یا جاده‌ای به نام قوای مسلح افغانستان افتتاح شود. خوشبختانه ما مکتوب روان کردیم، بعد مکتوب به ما رسید از اطلاعات فرهنگ، ما چارای لبجر خیرخانه را به نام چارای اسبا نامگذاری کردیم قانونی. و هفته گذشته ما یک برنامه ای داشتیم با تیم امنیتی کابل که در جاده های شهر کابل ما و شما شاهدش بودیم که بسیار با جدیت کسانی که متراش 100% فیلم از سلاح‌های غیر قانونی را انتقال میتن و اینا را تلبیستیم، از بخش قماندانی زونی 101 آسمایی کابل، از قماندانی گارنیزون کابل، ریاست مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله و بخش سارنوالی نظامی ولایت کابل و بخش ترافیک کابل در اینجا بالا شان گل ریختن در پارک شارنو و حمایتشان کردیم، تقدیرشان کردیم و
گفتیم هر کسی که در مقابل شما قرار میگیره در مقابل ما قرار میگیره. برنامه دیگه که هفته پیش رو داریم به خاطر دانشجویای برتر است که در هر دانشگاه نمرات خوب را کسب کردن در دانشگاه‌های خصوصی و از هر دانشگاه از هر رشته‌اش یک نفر برای ما معرفی میشه، شاید روز سه‌شنبه یا چهارشنبه برنامه داشته باشیم. به خاطر زنا برنامه داریم، روز زن، روز مادر، به خاطر تیمای ملی ورزشی افغانستان برنامه داریم که هر سال ما سالانه دو بار برگزار میکنیم. اونا کسایی هستند که افغانستان را چهرهش بسیار نمایان به گونه مثبت معرفی کردن به سطح جهان. خاقلی فدیسه آلمانو رول هم پدی برخه که یادم راورده شویده چومره ل آلمانو سر همغگی هستی استاسی روابط با کومک کچه بندیدی با کی؟ دسول پا برخه دینی آلمانو سر در قسمت آلمان دین ما بزرگا هستند، ما احترام برشان داریم و بسیار نقش عمده‌ای را میتونن بازی بکنن در این قسمت. روابط استاسی دیها و سر روابط ما با سمرا همغگی است سر با وزیر صاحب عجی اوقاف هم روابط خوب داریم، سلام علیک داریم، با تعدادی از علمای دین ما صحبت ها داشتیم و اقدام جدی دارن در قبار موضوعات صلح و امیدوار هستم که با جدیت پیش برن و صحبت ها می داشته باشیم. در بعضی حالت ها یک جا در برنامه ما دعوتشان میکنیم و نظریات از اونا به ما بسیار شرط است. ست سی نظر دغه پرتی ستونز چې د سولې په وړاندې پرتی دي دیده د حل لار څه ده؟ رای حل څنګه د کومه مجرا څخه حداقل کولی شو چې نسبي سولې ته ورسیږو؟ ما اگر خواسته باشیم یک سولې سرتاسری در سطح افغانستان سولې حکم فرما باشه، خب اولا تفکیک شوه که حالا یک چهار نفری که از یک گوشه اگر صدای خود را بلند میکنن، قسمی که ما و شما روزهای گذشته شاهدش بودیم از حیات از افغانستان که مقیم ترکیه بودن با نماینده طالبان در روز یک مذاکره را شروع کردن، اما در حالی که دولت افغانستان این را رد کرد، گفتن که ما از این موضوع آگاه نیستیم، این مربوط دولت افغانستان نمیشه، این نمیدونم کار شخصی است، بعضی گپایی را که مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری ارائه کرد. در قسمت از این موضوعات اگر صلح صورت میگیره تضمین باید وجود داشته باشه. وقتی که ببینین چند یک تعدادی از کسانی که با آقای حکمتیار یک جا کار میکردن اونا به زندان بودن، اونا رها شدن روزای گذشته، چه تضمین وجود داره که اینا باز هم انتحار انفجار و موتربم را در کابل در افغانستان انفجار نمیدن؟ بله. این تضمین باید که دولت افغانستان در این قسمت کی تضمین را وجود داره، چی تضمینه و در این قسمت بسیار به جدیت باید کار میکردن. خب درست است، ما باز هم تکرار میکنیم دا تجربه پتیر که یوزل بیاد تکرار شوی، ما شما خوش شاید ازی بودیم در زمامداری آقای کرزی هم که رهبران طالب در روز عید قربان رها شد که من هیچ وقتی را فراموش نمیکنم، هیچ وقت که آقای کرزی ملت افغانستان نمیبخشه، به خاطر از این که اون می برادر و پدر و مادر و منو تو را به شهادت میرسانه و اونا رو تو برادر خطاب کو، اونا رو با آغوش بگی، اونا رو وقتی که برادر گفتی طبعا شاید ارتباط هم داشته باشی، یک مالشان هم بکنی. در قسمت از این که ما یک سپاسگزاری از ریاست جمهوری شخص رئیس صاحب جمهور رئیس اجرایی میکنم که در قسمت دوست و دشمن تفکیک کردن که کی واقعا دشمن این سرزمین است، کی واقعا دوست این سرزمین است. اگر دوست باشه ما دوستی با ایشان داریم، اگر دشمن باشه دشمنی داریم. سال گذشته ما و شما دیدیم که 500 میلیون پاکستان آقای غنی رد کردن، گفتن شما در قبال ما یک دیدگاه شوم دارین، ما پولتان ضرورت نداریم. ببینید وقتی که همچو جواب دندان شکن به دشمن نتی، هیچ وقت در میز مذاکره به خاطر صلح با شما یک جا نمیشن و شما با شما گفتگو نمیکنن. دشمن را سرکوب بکو، بعد اگر اونا خواست بانک اونا پیشنهاد کنن که ما میخواییم صلح بکنیم، این صلح به ضرر هیچ کسی نیست و خیلی مردم هم میدونن که طالب را کی حمایت میکنن، داعش را کی حمایت میکنن، از آدرس کی اینا تحویل تجهیز میشن. بیاین اینیم سرزمین، اگر واقعا افغان هستی به خاطر منافع ملیت فکر کو، دینمی دولت را نقش میتن، وزارت میگی، ریاست میگی، قسمی که فعلا از برادرای حزب اسلامی که ما که در مثلا معاون ریاست اجرایه و در شورای ملی و در وزارتخانه و در ریاست ها نقش دارن. شما بیاین حکومت تنها از تاجیکا و از پشتونا نیست، همه اقوام در حکومت نقش دارن، شما بین مثل برادر یک جا ما شما زندگی بکنیم
و این موضوعات را اگر پیش گرفته شد من فکر میکنم یه بزمان پتوک اغوختن ما لنور و زوالان چخه او پزنگری توگه لحکومت چخه ده سول پا برخی کچه ما بازم تکرار کنم که سول ما جوانا در قسمت موضوعات سول بسیار گام های عملی خواد برداشتیم بله. در قسمت ورزشی ما برنامه داریم شخصا خود ما نهاد جامعه مدنی جوانان افغانستان در قسمت بخشای فرهنگی ما برنامه خواد داشتیم بله. گفتگوها با جوانان خواد داشتیم در این قسمت و از طریق رسانه هایی را ما میدونیم انعکاس بدیم صحبت داشته باشیم که ببین با این که هم مگی میگه هم مگی میگن که ما صلح میخوایم خب هم افغان ملت افغانستان صلح میخوان کسانی که میگه جنگ باشه اونا خوش هستند مو جنگای خانه به خانه و بالاخره ما و شما را که بدبخت ساختن امیدوار هستم تقاضا دارم از رئیس جمهور می که در این قسمت گام های عملی بردارن و شورای عالی صلح مکلف است که با ما جوانا همکار باشن و برنامه‌ای ما را تمویل بکنن هدف مامی است که ما چطور بتانیم سول عالی شورا تا سرات روز پدی برخه که برسه کلی او که ورسر غیدلی نیسته ما با آقای خپلواک تماس تلفنی هم دارم ملاقات هم داشتیم جوان بسیار رشید دلیر و امیدوار هستیم امیدواری پیدا شده برای ما جوانا برای ملت افغانستان که با همچو جوانایی که در رس یک اداره استخدام میشن برنامه منطقی دارن و جوانایی را که در هر کجایی که رئیس جمهور استخدام کردن و وظیفه برایشان در اختیارشان قرار داده هیچ وقت پشیمان نشدن اوج فساد را در اداره پایین میاره و در یک مدت زمان میتونه ریشه‌کن بسازن بله. قسمی که آقای عبیبزاده را میتونیم گفته شهردار کابل معاون وزارت دفاع در امور پالیسی یعنی هر جوانی که در یک اداره آمده امیدواری زیاد پیدا شده در اون اداره بله. و ما با شورای عالی صلح روابط داریم ما با آقای شخصا با آقای خپلواک با مشاوره رئیس حزب جمهور در این قسمت امیدوار هستم با ما هم کار باشند و تقاضا هم دارم از جوانای ما که موضوعات قومی و سبتی را دامن نزنند که ما و شما را روز به روز پارچه پارچه می‌سازیم دیره من نه فدای سیبلت از قدر مقبلن من فردین فدایی در افغانستان در زوانان و مدنی طولن مسئول و چه پر طوله که در سولی پا برخه که در زوانان و مدنی طولن در رول پرده یه نمو سره بستلود خبرمون هم دوام لری ترلن دیدمی او رستم با سلام مجدد باز هم در این بخش برنامه با من مرسل منصوری خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید حمایت‌های منطقه‌ای از راهبرد آمریکا و نابودی لانه‌های امن هراس افغانان بیش از انتظار موفق بوده است. این مقام نخست آمریکایی در دیدار با رئیس جمهور قزاقستان یادآور می‌شود که قزاقستان آمادگیش را برای اکمالات نیروهای آمریکایی به نجای افغانستان اعلام کرده است. موضوعی است که تا لحظات بعد پس از اینکه با همکارمان بشیر عطایی در مورد رویدادهای مهم شمال بحث کردیم به بحث خواهیم گرفت. آقای عطایی سلام صبح شما بخیر بفرمایید بگویید که در شمال به ویژه در بلخ در حال حاضر چه می‌گذرد؟ سلام خدمت شما، خدمت همه همکارای ما در استودیوی مرکزی و همه بیننده های عزیز که ما را تماشا میکنه و ما میخواهیم که بحث را از ولایت بلخ آغاز بکنم که روز گذشته انجینیر محمد داوود ولی بلخ وارد بلخ شد و در مراسم خاکسپاری پدرش اشتراک کرد. همچنان آقای داوود در رسانه ها صحبت داشت و گفت که هیچ اختلاف با عطا محمد نور ندارد و با او برادر خطاب کرد. همچنان گفت که آماده خدمتگذاری به ولایت بلخ است و هرگاه حکومت مرکزی در قبالش تصمیم بگیرد و کارش را در بلخ آغاز میکند و همچنان از یک ماه بدین سو در رابطه با امضای عطا محمد نور قابل چالش است در بلخ و امضایش هم قابل تطبیق است در تمام ادارات در بلخ و این در حال است که ارگان‌های محل چندی پیش هم نیز اعلام کرد که امضای عطا محمد نور دیگر قابل اجرا نیست و نباید هم اجرا شود و همچنان عملیات‌هایی که در بلخ صورت گرفته و قابل ادامه است در ولسوالی چهاربلک، دولت آباد و چمتال ولایت بلخ عملیات‌های تصفیه‌ای جریان دارد. طبق آمار که روز گذشته
فرماندهی پلیس بلخ بر ما داد. در این عملیات ها 18 طالب به شمول فرماندهان مشهور و سرگروه طالبان نیز کشته شده و 10 تن دیگر از یا زخم برداشتند. و شیرجان دورانی سخنگوی فرماندهی امنیه برای رسانه ها گفت که عملیات ها تا پاکسازی کامل روستاها در بلخ ادامه دارد. همچنان روی موضوعات ولایت فاریاب میخواییم صحبت داشته باشیم که در فاریاب هم در اثر پرتاب 3 آوان در ولسوالی خواجه سبزپوش 5 فرد نظامی جان باختند و 45 تن دیگر نیز زخم برداشتند. و همچنان در سرپل فعالین مدنی سرپل نیز شکایات داشتند که شرکتی که با قرارداد داشتند جهت استخراج نفت ولایت سرپل او کارش شرکت متوقف داده و تمام وسایل خود را به ولایت جوزجان انتقال دادند که در این موضوع ولی سرپل ابراز بیخبری کرد، اما مسئولان عضو شورای ولایتی عزیز آن را خیلی نگرانی کردند که شرکت تا ختم قراردادش باید کار خود را در سرپل جریان می دادند. بله، در ولایت بلخ مناطقی که ناامن است کدام ها هستند و یا زیر تهدید گروه داعش قرار داره؟ در ولایت بلخ اکثر ولسوالی‌هاش تهدید امنیتی اوقدر جدی نیست و در عملیات‌هایی که در بلخ جریان داره در روستا از وجود مخالفین روز گذشته پاکسازی شد با گفته سخنگوی پلیس بلخ و همچنان عملیات‌ها ادامه داره و بیشتر مناطقی که ناامن است در بلخ گفته میشه که ولسوالی چهار بولک است و کوه البرز این مناطق بیشتر ناامن است. بله، حالا در ولایت سرپل بیجا شده هایی که از مناطقشان به خاطر جنگ ها بیجا شده بودند در مرکز بلخ های حضور دارند، آیا به اونجا سرازیر شدن یا نه، یا وضعیتشان چگونه است؟ وضعیت بجا شدگان سرپل که در روستاهای سرپل آمدن در مرکز سرپل خواهان همکاری هستند و ولی سرپل هم از همکاری با وا ابراز نگرانی کرد و گفت که دولت سرپل، حکومت محلی سرپل توان از این را نداره که با بجا شدگان سرپل همکاری بکنه و همچنان عملیات پاکسازی را در سرپل رو اندازی بکنه تا همو ولسوالی هایی که باعث ناامن است در سرپل اونجا را پاکسازی بکنه و بجا شدگان سرپل نیز دوباره به خانه هایشان برگردن. و همچنان ولی سرپل این چندمین بار است که از حکومت مرکزی میخواهد تا عملیات پاکسازی را در سرپل آغاز بکنه و نقاطی که ناامن است پاکسازی کرده و این بیجا شدهگاه را دوباره به خانه هایشان برگردن. بله، در ولایت جوزجان در نواخر نگران های زیادی از حضور گروه داعش بوده، آیا شما آگاهی یا گزارش دارین که عملیات بر ضد اینا آغاز شده باشه و یا هم از حکومت مرکزی کمک رسیده باشه؟ ولایت جوزجان هم چند پیش گزارش های میرسه که در اکثر ولسوالی های از او داعش حضور داره و هر از گاه بالای ولسوالی های جوزجان حمله میکنه و این در حال است که فرمانده امنیت جوزجان بارها بر رسانه ها صحبت داشته و گفته که با راه اندازی عملیات ها نقاط که ناامن است در جوزجان او پاکسازی میشه و همچنان قول اردوی شاهین با عملیات هایی که راه اندازی میکنه به رسانه ها همیشه میگن که ما عملیات های ما جریان داره و در تمام شمال به خصوص جوزجان، سرپل، فاریاب و سمنگان عملیات هاشان جریان داره و تا وجود کامل روستاهایی که ناامن است در جوزجان عملیات هاشان ادامه خواهد داشت. بله، تشکر از شما آقای عطایی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید حمایت‌های منطقه‌ای از راهبرد آمریکا و نابودی لانه‌های امن رصف‌گران بیش از انتظار موفق بوده است. این مقام نخست آمریکایی در دیدار با رئیس جمهور کازاخستان یادآور می‌شود که کازاخستان آمادگیش را برای اکمالات نیروهای آمریکایی بنابر به افغانستان نیز اعلام کردند. گزارش آماده این نشر است. پس از آن دوباره برمی‌گردیم. نبرد طولانی آمریکا در افغانستان، کشوری که کم و بیش 14 دامنگیر جنگ و ویرانی بوده است. اکنون آمریکا با راهبرد جدیدش خوشبین است که به این جنگ نقطه پایان می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدارش با رئیس جمهور قزاقستان در کاخ سفید می‌گوید حمایت‌های منطقه‌ای از این راهبرد درب تازه را برای امید باز کرده است. این استراتژی بیشتر و سریعتر از حدی که فکر می شود برای فراهمسازی پشتیبانی نیروهای ما در افغانستان و نابودی پناهگاه‌های امن هراس‌افکنان کار می کند. این همکاری در جریان ماه جاری که قزاقستان همزمان با آن ریاست شورای امنیت سازمان ملل را به عهده دارد بیشتر تقویت و تحکیم شده است. اکمالات نیروهای آمریکایی از مسیر پاکستان، کشوری که خود متهم به حمایت از هراس‌افکنی است، در 16 سال امواره چالش‌زا بوده است. اما رئیس جمهور آمریکا خوشبین است که به این مشکل از مسیر قزاقستان رسیدگی شده است. من از این که جناب رئیس جمهور اطمینان دادند که قزاقستان حمایت‌های مهم لوجستیکی و دسترسی از این طریق برای نیروهای ما را که بر علیه داعش و طالبان می‌جنگند فراهم می‌کند تشکری می‌کنم. من همچنان از حمایت رئیس جمهور از بهبود وضعیت امنیتی افغانستان قدردانی می‌کنم. همزمان رئیس جمهور قزاقستان ادامه تحرکات داعش و طالبان در افغانستان را نگران کننده دانسته و برقراری ثبات در این کشور امیدواری می کند. قزاقستان از همان روز اول پس از عملات 11 سپتامبر از مبارزه آمریکا علیه تروریسم حمایت کرده و حالا با همکاری نزدیکمان با شما در افغانستان ادامه می دهیم. در حالی که نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور دارند، به نظر من مسئولیت تمام دنیا است تا از بابت آمدن ثبات در افغانستان مطمئن شوند. و همچنان ما به عنوان همسایه افغانستان مسئولیت داریم تا صلح در این کشور تامین شود. رئیس جمهور قزاقستان همچنان وعده سپرد که در بخش‌های آموزش نیروهای امنیتی و ملکی و بخش‌های اقتصادی در کنار افغانستان باقی خواهند ماند. به خاطر بحث بیشتر داریم برای آقای عبدالسمد استانکزی، آگاه امور نظامی در استودیو با من. آقای استانکزی، خیلی خوش آمدید به بحث امروز برنامه آغاز روز. تشکر. من به نوبت خود احترامات خود را به بینندگان تلویزیون آریان نیوز و کارکنان شما احترامات خود تقدیم می کنم. تشکر. میشه بگوین که تا کنون واقعا راهبرد دونالد ترامپ چقدر سود داشته بر افغانستان؟ دونالد ترامپ استراتژی خود را که اعلان کردن، یک تعداد ممالک پشتیبانی خود را از استراتژی آمریکا اعلان کردن، اما در افغانستان فعلا یعنی 100% ما تابل عملی که عملی باشد چیزی را ندیدیم. چرا که ایران در امورات داخلی ما مداخله میکنن، پاکستان مستقیما مداخله میکنن، جنگ در افغانستان ادامه دارن. اما این استراتژی ترامپ که اعلان کردن، اما در مورد صلح افغانستان کدام برده که او مردم او را پسند داشته باشه یا خوش داشته باشه یا امید داشته باشد تذکر نداده در استراتژی خود از بخاطر صلح افغانستان. و میگن که ما قوه خود را در افغانستان ازدیاد میکنیم، یعنی ما قوه از و ضرورت نداره افغانستان. چرا او قوه را که برای افغانستان روان میکنن او را و کمک های خود را در مورد صلح باید و تمرکز کنن. چرا که خود افغانستان اردو دارن، خود افغانستان میتونن که از تمامیت ارضی خود دفاع کنن و جنگ ادامه پیدا میکنن. چرا که و ممالک خارجی هستند در استراتژی و یا از آرادی افغانستان برخوردار نیستند. جنگ هنوز ادامه پیدا میکنند، چرا که ممالک همسایه ما مداخله میکنند. بعضی ممالک ما مثلا آقای استانکزی، به نظر شما در راهود باید چرا میگنجانیدن تا بر افغانستان صلح تامین میکرد؟ بله، در راهبرد خود چرا میگنجانیدن تا برای صلح افغانستان سودمند واقع میشد؟
او نظر خود امریکا و استراتژی امریکا هستن. اما حالا شما در مورد راهبرد امریکا نظر میتین که راهبردش نمیتونه بر صلح و ثبات در افغانستان سودمند باشه؟ بس صلح تا کدام نتیجه ندادن، جنگ دوام دارن. مردم افغانستان میبینن که در افغانستان جنگ ادامه دارن، ممالک همسایه ما مداخله میکنن و امنیتی که امنیت ما برقرار باشه نتانستن، چرا که ناتو در افغانستان وجود دارن، امریکا وجود دارن. در 16 سال، 17 سال یا 40 سال که در افغانستان جنگ ادامه داره، کدام نتیجه مردم افغانستان از آن ندیده که صلح برقرار شده باشد. و این استراتژی های زیادی برای افغانستان امریکا طرح کرده، اما کدام استراتژی که عملا یا سودمند واقع شده باشد، نتیجه داده باشد، تابال او مردم افغانستان ندیدن. چرا پاکستان شما میبینین که تاسیسات خود را در مرزهای افغانستان اعمار میکنن، اما امریکا مداخله نکرده؟ چرا امریکا امرای ما پیمان فشارهای امریکا بر پاکستان چه معنی داشت؟ در این اواخر خیلی از فشارها بر پاکستان از سوی امریکا آورده شد و حتی منجر به قطع روابط چون تیرگی روابطشان شد. این به خاطر چه بود؟ این طور است که پاکستان هم دوگانه سیاست دارد، میخواهد که امریکا را و یا جهان. حالا امریکا گفت که ما فریب خوردیم، سیاست دوگانه داشت پاکستان، اما باز هم چرا؟ خب چرا فریب خوردن؟ یکی، 4 رئیس جمهوری امریکا گذاشتن که جنگ در افغانستان ادامه دارن. یکیش فریب خورد، دویش فریب خورد، سیش فریب خورد. ای خود ترامپ هم ای که میگه ما فریب خوردیم، فعلا در مورد خاتمه جنگ و فعلا در مورد صلح و فعلا و مرکزایی که وی پاکستانی که در پاکستان در مرزایشان وجود دارن، از اونجا جنگ ادامه پیدا میکنن. کدام اسامه بن لادن و از بین بردن؟ تمام دنیا خبر هستن که جنگ از کدام جای سرچشمه میگیرن، از پاکستان سرچشمه میگیرن. چرا خاموش نشدن؟ چرا مداخله نکردن امریکا؟ چرا اون نهاد هایی که در پاکستان وجود دارن، اون سازمان هایی که در پاکستان وجود دارن، چرا وار از بین نبردن؟ سیز فشار وارد کردن، اقتصادی فشار وارد کردن، کمک های خود توقف دادن، اما تا چی وقتن؟ و پاکستان هم تب و تلاش دارن، قد چین رابط پیدا میکنن، قد ایران رابط پیدا میکنن، قد اتحاد جماهیر شوروی رابط پیدا میکنن و به امریکا و خود پاکستان میگه که از ممالک ما به افغانستان چندین ها بمبارد کردن، راکت ها را استعمال کردن و جنگ از طریق از پاکستان از خاک ما شروع کردن. چرا شروع کردن از خاک پاکستان؟ چرا پاکستان که هستن و دیرینه یعنی سابقه دوست امریکا هستن و بندر کراچی که هستن تمام امکاناتی که دارن امریکا و اکمالاتی که میکنن از بندر کراچی میکنن. اگر او راه ها را سرشان بند بسازن، باز امریکا با پاکستان احتیاجات پیدا میکنن. پس اگر میخوان که جنگ توقف بکنن، در 24 ساعت میتونن. امریکا یک جاندارم جهان هستن، یک قدرت ابرقدرت هست در جهان. ببینین که اسرائیل بیت المقدس پایتخت خود اعلان کرد، اولین امریکا بود که او را به رسمیت شناخت و اونجا گفتن که ما سفارت خود تأسیس میکنیم. تمام ممالک اسلامی اعتراض کردن و در عراق ببینن جنگ دوام دارن، در افغانستان جنگ دوام دارن. چی وقت صلح میکنن؟ چی وقت استراتژی از یا عملی میشن یا پیاده میشن در افغانستان؟ چرا در افغانستان بسیار میبخشین؟ در افغانستان فعلا جنگ داخلی وجود دارد، جنگ خارجی هم دوام دارن. ببینن موضوع تمام مدنور سل کنیم. حالا از نظر شما جواب این چراها چه است؟ جواب استراتژی امریکا کدام جواب عظیمی؟ جوابش اینمی جواب است که عملا امو مرکزایی که او سازمانهایی که او اکمالاتی که در پاکستان میشه و بازمیان در خاک افغانستان عملی میکنن. ببینن چقدر انفجارات در افغانستان در کابل چند بله. حالا خود حکومت افغانستان میتونه که چه راهبردی را بر خودش تعیین بکنه و چه تصمیمی در آوردن صلح در کشور بگیره؟
متاسفانه که حکومت ما حکومتی که 50% هستن. ببینین حکومت ما که تشکیل کردن امریکا جانکیری تعیین کردن. ببینین رئیس اجرایی در افغانستان در قانون اساسی ما وجود نداشتن. فعلا ما رئیس اجرایی داریم، رئیس جمهور داریم، 50% و تعهدنامه کردن، 50% رئیس اجرایی کردن. ببینین یک والی را که مقرر میکنن با توافق که نرسن و قبول نمیکنن. ببینین عطا محمد نور اونجا اعلان کردن که ما فرمان یا استعفای خود قبول نمیکنیم. ببینین این مشکلات های درونی حکومت ما هستن. این همین جاست که کشمکش درونی حکومت ما خارجی ها سوء استفاده میکنن. اما پروژه های خود عملی میسازن در افغانستان و یا در ممالک همسایه ما که رقیبی هستن. خصوصا چین ببینین که او اقتصادی از او در جهان پیشرفته هستن. اتحاد جماهیر شوروی برخلاف امریکا هستن. امریکا میخواهند که از طریق افغانستان امو ممالک که هستن او را تحت فشار بیارن و او را ناکام بسازن. ببینین حکومت ما عبدالرازق قماندان امنی یک ولایت است در قندار، او میگه که ما اطاعت به حکومت و حکومت مرکزی نداریم. وقتی که یک قماندان امنی وزارت داخله او را برطرف ساختن میتونن، با یوازی از او یک قماندان جدید دیگر را تعیین کردن میتونن، والی را سیل کنن. از 20 روز زیاد شدن که جنرال محمد داوود را معرفی کردن به ولایت بلخ و دیروز و رفتن به مراسم جنازه پدر خود و او را معرفی کرده نمیتونن دولت مرکزی ما. اینمی اختلافات هستند که ممالک خارجی یا ممالکی که هستن مداخله دارن و از یاب سو استفاده میکنن. اینمی کشمکش هایی که در افغانستان وجود داره هنوز زیادتر میشن. او پروژه هایی که امریکا دارن او دور هستند، یعنی دور مدار هستند که به هر وقت و به هر زمانی که بخوان و او عملی میسازند. چی در افغانستان، چی در پاکستان، چی در چین، چی در اتحاد شوروی، چی در ایران. مخالف ایران است، مخالف چین است، مخالف اتحاد شوروی هستند. پس او ممالکی که پشتیبانی استراتژی امریکا از ترامپ کردند او را میگه که ما کامیاب هستیم. اما در افغانستان کامیابیش برای ما نشان بدن، همین مردم افغانستان نشان بدن، حکومت ما نشان بدن و یا جهانیان نشان بدن که در کدام ولایت صلح آمدن. هلمند شما میبینین، مردم افغانستان میبینن، جلال آباد میبینین، او روزا امریکایی‌ها چرا در چین، اچین در ولسوالی اچین پلیس محلی ما را بمبارد کردن و پلیس ما را خل صلاح کردن. امنیت همی رقم هستن، کمک و همکاری همی رقم هستن و بازم میگه که ما 1000 نفر عسکر خود بر افغانستان میفرستادیم. ما نمیخواییم عسکر زیاد بارم، برای ما تجهیزات روان کنن، برای ما اقتصاد ما را با پای استاده کنن. مردم افغانستان پاسات اداری را، اینمی خود امریکا در افغانستان پاسات اداری را ایجاد کردن. حالا آقای استانکزه، به نظر شما رهبران خود حکومت وحدت ملی همه را نمیفهمند که خلاف منافع ملیشان هرچی که دیگه کشورها تصمیم گرفت دونام پیروی کنن؟ بسیار خوب سوال کردین. میفهمند اما فروخته شدن وابسته به امریکا هستن و امریکا اگر پول نتن به اردو و امنیت پلیس ما پیسانتا معاش حکومت ما داده نمیتونن. اقتصاد افغانستان ضعف هستن. ببینین چقدر مردم ما آواره شدن، با کشتی ها رفتن، غرق شدن، با ممالک اروپا رفتن. چرا باز جانکیری ای را تعیین کردن؟ ای دوسره حکومت هست، حکومت ما و نمیخواین و 50% هستن و میفهمن اما قدرتشان نمیرسد. قدرتش با امریکا نمیرسد. شاید رئیس اجرا به جمعیت وابسته باشن. دکتر صاحب اشرف غنی می کارای خوب کردن، ما از چشم پوشی نمی کنم که دکتر صاحب اشرف غنی مثلا در بندهای افغانستان، در اقتصاد افغانستان تپ و تلاش زیاد دارن اما نمی مانند. چرا نمی مانند؟ که حکومت 50% هستن. اگر 50% نمی بود حکومت دوسره نمی بودن. خود امریکا اگر می خواستن، چرا آل معاملی وزارت خارجی امریکا می گرد که امرای عطا محمد نور باید مفاهمه شوند، از رای صلح موضوع را حل کنند. چرا موضوع از رای صلح حل کنند؟ رئیس جمهور است، حکومت مرکزی است، برطرف است، یا استعفا است، منظور شده، خلاص است.
در حکومت گذشته هم آقای کرزی یک سر وجود داشت و یک رئیس جمهور حضور داشتند. چرا در اون وقت امریکا هم نخواست که صلح و ثبات در افغانستان تامین شود؟ نتانستن. امریکا هم وقتا نتانستن. امریکا خودش اعتراف کردن. پس مربوط به حکومت دوسره نمیشه؟ بیه فعلا مربوط به حکومت دوسره میشه. هرچی که خود امریکا تصمیم بگیره نمیشه. او وقت در جنگا دوام نداشتن. او وقت داعش نبودن. حمید کرزی گفتن که امریکا شبانه عملیات نکنن. ببینین در مراسم عروسی ها امریکایا بمبارد کردن. ببینین در قندهار برادرای طالبه ها را سوختاندن. ببینین در کوها که مردم بیچاره بوته می زدن، زم جمع می کردن یا بمبارد کردن. ببینین فساد اداری این جنگ ها. ببینین که در هلمند مواد مخدر کدام چیز را امریکا محو ساخته که ما او را بگوییم که امریکا اینمی چیز را در افغانستان محو ساخته، مواد مخدر محو ساخته، داعش از بین برده، جنگ توقف داده، اقتصاد ما را با پای ساده کرده، صلح آورده، فساد اداری را از بین برده. کدام دستاورد امریکا را ما خوشبین باشیم یا مردم افغانستان خوشبین باشه که به ما فایده رسیده باشد؟ مداخله کردم، مداخله از او برای ما ممالک دیگه هم از حراس خود که به ممالک ما جنگ نرسه و مداخله میکنن. مثلا اتحاد شوروی، ببینین ایران، ببینین آل پاکستان هم میگه که خود امریکا ناکام ماندن. خود پاکستان اعتراف میکنن که از خاک ما جنگ شروع کرده با افغانستان و خود امریکا اعتراف میکنن که ما یکقدر پولهایی که به پاکستان دادیم بیوده بوده و ما ناکام بودیم. وقتی که ناکام هستن و یک رای صلح میتونن که صلح صبح تامین کنن امریکا، چرا میتونن که فشار بیارن سر پاکستان؟ چرا ناله هایی که در پاکستان وجود داره چرا امونجا از بین نمیبرن؟ چرا جنگ اینجا ادامه پیدا میکنن؟ چرا جنگ اینجا دوام دارن؟ چرا آقای سرنگسی؟ خب امریکا نمیخواه. بله، سپاسگزار از حضور شما آقای سرنگسی در بحث امروز برنامه آغاز روز. با بیننده های عزیز، آغاز روز در همینجا به پایان رسید.